دوستان عزیز، با سلام به شما. امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. امروز جمعه هست، 31 ماه جولای سال 2020، برابر با 10 مرداد ماه 1399. خیلی خوشحالم که هنوز زنده هستیم، از دست کرونا فعلا جون سالم به در بردیم. شما هم اگر بیننده برنامه هستید احیانا همین حال رو دارید، امیدوارم روی تخت بیمارستان نباشید به خاطر کرونا و از اونجا برنامه رو به اصطلاح تماشا کنید. دوستان لطف کنن به ما بگن که صدا و تصویر چگونه است. ما یه مقداری مشکل داشتیم 2-3 هفته گذشته، خیلی بعضی وقتا میخوای یه کاری رو بهتر انجام بدی، آمدیم یه میکروفونی رو اضافه کردیم، اون همه سیستم رو ریخ به هم و هوو آوردیم برای این سیستممون. اون سیستم دیگه هم، میکروفون های دیگه هم حسودیشون شد و درست کار نمی کنن. بذارید من این صفحه فیسبوک خودم رو با دوستان روی مردم تیوی هم شیر کنم و بیام خدمتتون. شیر، بله اینجا، امیدواریم قبول کنه چون دیروز و پریروز نمیذاش حتی رو فیسبوک خودمون کار کنیم. حالا که صحبت از فیسبوک هست، یا یک کم دیگه بهتون بگم، یه سیستم جدیدی، خیلی ممنون مثل همیشه سعید کارگردان فنیه، آقا از این هفته حقوقت دو برابر میکنه. سرم به من گفت بیا یه کاری انجام بده، گفتم امروز کار دارم. گفت اگه بیای امروز دو برابر بهت میدم. گفتم یعنی چقدر؟ نوشت 0، ضرب در 2 میشه 0. حالا ما هم میخوایم حقوق سعید زیاد کنیم و دو برابرش کنیم. در صورت ممنون و متشکرم. و همین که هستید به اصطلاح آدم احساس دلگرمی میکنه. بعد داشتم میگفتم یه سرویس جدیدی رو دیدم، شهرام همایون و دیگران هم اینو استفاده میکنن توی یوتیوب و اینها، اون کنارش میذاره شما اگه خواستید، اگه مثلا ما یه فوشی دادیم از فوش خوش رو ندم موقع $5 بفرستید. نه، به این صورت نیست. روی صفحه مردم تیوی پیج فیسبوک کنارش یه چیزی گذاشته، نوشته سپورت و خودش بهت میگه که بذار $5، 4.99. میگه اینجوری مردم بیشتر سپورت میکنن. حالا میخوایم از دوستان بعدا در حین برنامه هم میگم که اگر کسی خواست اونجا سپورت کنه، احیانا باید آسونتر باشه چون اینجوری دیگه نه چکی میفرستید که اسم آدرستون ما داشته باشیم، نه کردیت کارتی میدید که مشخصات چی داشته باشیم. شما هستید و شرکت فیسبوک، شما هستید و پیپال و الی آخر. خب و اما نوشتم اینجا کاغذ هفته پیش را حتما چک کن. حالا باید بگردم کاغذ هفته پیش رو بیارم. دیدید بعضی وقتا یه چیزی رو یه جا میذارید که یادتون باشه کجاست، بعد وقتی میخواینش هر چی میگردید پیداش نمیکنید، بعد فردا که خسته از اون ماجرا دارید یه کار دیگر انجام میدید، یه دفعه میبینید اه اینجا بود. بله، 3 مرداد هفته پیش بوده و یک آقایی به اصطلاح زنگ زد و من تا گوشی رو برداشتم، اولا خواست نقش بازی کنه، بعد بهش گفتم شما ایرانی هستی؟ گفت بله. یادم چندین سال پیش یه احمقی زنگ زد به تلویزیون‌های مختلف که من کارمند FBI هستم. بعضی هاشونم بدبختان میترسیدن، به من زنگ زد طرف، گفت من کارمند FBI هستم. گفتم به چه خوب، نمیخواین کارمند استخدام کنید؟ گفت نه، ولی اینجوری و اونجوری و اینا. گفتم ببین شما بیا اینجا، آدرسم من بهت میدم، بیا اینجا، اینجا که بودی من زنگ میزنم به FBI، چک میکنم که شما مال اونجا هستی، با هم صحبت کنیم. رفت که رفت دیگه، پیدا نشد. حالا یه آقای زنگ زد و فوش داد و اینها، من فکر کردم که توی برنامه بهش زنگ بزنم و ببینیم واقعا چیه اینا، مثلا مجاهدن، اگه مجاهده خب ما میکروفون بهش بدیم حرف بزنه و سلطنت طلبه بیاد حرف بزنه. از قیافه من بدش میاد، خب من که نمیتونم برم خودم رو عوض کنم برای تو. تو گوش کن، تو گوش نکن، کانال رو عوض کن. میخواین این کار رو انجام بدیم، اگه تلفنمون بگیره و بتونیم زنگ بزنیم این کار رو انجام بدیم، ولی قبلش میایم با دوستامون آقای خمره باف که یه روزی باید ایشون رو هم بیاریم تا
توی تلویزیون برای ما خمره به بافه، گفتم بهتون یه چیزایی میبافتن میذاشتن دور خمره که خمره رو خنک نگه داره، چون اون خمره که از حسناش این بود که چون از گل ساخته بودن این آب میداد و خود به خود خودش خنک نگه میداشت، تقریبا مثل کولر آبی که این آب بود، یه باد گرم هم اگه میزد باز اینو سرد میکرد و آب کوزه یه مزه خاصی هم داشت و اینا یادش به خیر اون وقتا میبردن رو پشت بوم هر کی تشنه میشد ده نفر لب میزدن به یه کوزه و اینها. حالا میگه نمیدونم قاشق یه بار مصرف استفاده کنید، چنگال یه بار مصرف استفاده کنید و الی آخر. خب بذارید من ببینم این دوستمون آقای خمره باف پیامش رو گذاشتم در برنامه امروز، ببینم میتونم پیداش کنم براتون پخش کنم، چون یه موضوع جالبی رو گفته ایشون در رابطه با اوضاع و احوال ترامپ. بذارید من این میکروفون ایشون رو هم بذارم اینجا، چون اول یادم نبود گفتم امروز مهمون نداریم میکروفون برای جلو چیز نذاشتم به اسکایپ، ولی حالا ببینم این صدای آقای خمره باف هم به من بگو که خوب هست یا نه. خانم ماندانا مانی میگه که سلام عزیزم، خوبی کاکو؟ خیلی ممنون، ممنونم از شما. یه دم من به یه خانمی که ادای شیرازی ها رو در می برد گفتم که کاکو جون خوبی؟ گفت آها فهمیدم تو شیرازی نیستی، من زنم ولی به این می کاکو. گفتم من فهمیدم تو شیرازی نیستی، چون شیرازی ها حتی به زنا هم میگن کاکو جون بیا اینجا. به چند دلیل، یکی این که قدیما اسم خانم ها رو نمی گفتن، بعد نمی گفتن مثلا به طرف آبجی، یا بگن مثلا مادر بیا اینجا، یا دفعه بهش بر میخورد که سنش زیاده یا فلان اینا. باز همین هم به مرد هم به زن میگن کاکو بیا اینجا. در اصل خیلی ممنونم، لطف دارید و لطف کنید ویدیوها رو برنامه رو با دوستان خودتونم شیر کنید. اولا اینجوری دوستانتون رو میشناسید که چه عقیده ای دارن، با شما هم عقیده هستن در مخالفت من، در موافقت من، یا با شما مخالفن، دیگه تکلیفتون معلوم میشه. خیلی ممنون. نه ما خلور شیرازیم خود شیرازیم یا خلور شیرازیم. خب لورا میدونید چرا میگن لوری به من بگو؟ برای که آدم های صاف و صادقی هن، اصلا اگه بخوانم نمیتونن دروغ بگن. من از همین یه نفر که داره مثل آقا رضا پهلوی میگه آقای سربی اگر شما سوال کردید که من شاه هستم یا نه، میگن آقا اینقدر پیچ با پیچ نرو، لوری به من بگو شاه هستی یا نیستی، اگه شاه هستی بیا جلو تاج رو درست کردیم بذار سرت مثل حضرت مسیح تو کوچه پس کوچه برو، اگرم نیستی برو دنبال کار یکی دیگه بیاد بگی من هستم، شاد خواهرت بیاد، اون یه خواهر هنوز مونده براشون، شاد اون بیاد و الی آخر. در هر صورت به خاطر این میگن لوری. من صدای ایشون رو پخش کنم، 1:23 صحبت کردن و ممنونم ازشون. ببینید چند تا موضوع رو عنوان میکنه. با درود و ادب و سپاس، ربکا خمره باف از بندر بوشهر. آقای سوری در صورتی که قابل پخش باشد پخش بفرمایید. پیش بینی خیلی مشکل است، من بوشهری از اثر تیب به مؤثر میبرم، زبانم لال اگر درست باشد. آقای ترامپ چنانچه اطمینان داشته باشد که آقای بایدن برنده است، انتخابات عقب می اندازد و سپس جنگ صورت می گیرد و کنگره به علت جنگ او را برای بار دوم انتصاب می کند. من متنفرم از جنگ. اگر پیروز شد در انتخابات، اواخر دوره سوم جنگ در می گیرد و کنگره برای بار سوم او را انتصاب می کند، در صورتی که عدالت و مردم گره کراوات سفت نکنن. اطلاعات کافی حقوقی آمریکا ندارم، اما میدانم که در زمان جنگ دوم جهانی آقای روزولت به بار سوم انتصاب شد. با سپاس مجدد. خیلی ممنونم. شما گفتید برای دوره سوم، فکر کنم منظورتون دوره دوم بود، و دقیقا همین چیزی رو که شما میگید ترامپ انجام داد. ضمن این که ویدیوش هست، وقتی که جو بایدن به مردم هشدار داد که مواظب باشید، این
ممکنه چیز نکنه، به اصطلاح ممکنه اگه انتخاب نشه نره، یا چون الان میبینه که اوضاعش خرابه ممکنه بیاد بگه دیلی یا تأخیر بندازید در انتخابات. ترامپ با پررویی خاصی آمد و گفت که اینا چی میگن، من اصلا همچین کاری نمی کنم و روز نوامبر 3 روز خیلی خوبی هم هست. حالا شما اینو داشته باشید، ولی خودش آمد و گفت که اگه اینا به خاطر کرونا الان میگن با نامه انتخابات انجام بشه، توی نامه و اینها تقلب میشه. همین آقایی که به اصطلاح دادستان کل کشور هست، آتورنی جنرال، این مردی که ویلیام بار که مثل سگ، حیف بگیش بگی سگ، توهین به سگ شده، مثل نوکر، یا نوکرم حیف، مثل هر چی بگیم صفت اونا بالاتر از اینه، اگه بگیم حتی غلام حلقه به گوش، غلام ها را به زور می آوردن غلام می کردن، این با پای خودش آمده. بماند از این پرسیدن، گفتن آقا شما خودت با نامه هیچ وقت رأی دادی؟ گفت بله. گفتن خب اگر فکر میکنی تقلب توش هست چرا رأی دادی؟ ولی اینا حرف حساب حالیشون نیست. بماند اینه که شما درست میگی، ترامپ هم آردی، یعنی در حال حاضر اعلام کرده که چطور یه تأخیری بندازین. چرا میخواد تأخیر بندازه؟ چون میدونه که با این دو رقم وقتی میگن اختلاف، یعنی اگه این 40 اون 50، 10 تا میشه دو رقم، عدد دو رقمی از این بالاتر و جلوتره. الان جو بایدن دو رقم از این جلوتره. البته ناگفته نماند که قبلا هم دموکرات ها جلو بودن، ولی به خاطر اینکه درست عمل نکردن، مخصوصا سال 2016 هیلری کلینتون قره شد، شاید هم به خاطر اون مریضی که داشت معلومم نشد، قش کرد جلو ویمن ماشین اینا، نرفت استانهایی که بهشون میگن سوینگ استیت. سوینگ یعنی مثل تاب، ما میگیم شیرازی ها میگن آبرک، هی یا میره این ور یا میاد این ور اینها. بعد چون نرفت اونجاها به ترامپ رای دادن، این انتخاب شد. بماند ولی بله، این چیزی که شما میگی کاملا درسته. و ای کاش آمریکایی‌ها به اندازه شما از قوانین آمریکا خبر داشتن. شما هر وقت با یه آمریکایی خواستید بحث کنید، اگر ارزش بحث کردن داشت، بهش بگید که آیا شما حاضر هستید امتحانی رو که من پس دادم برای سیتیزنشیپی شما پس بدی؟ انگلیسیت بهتره، تو این مملکت دنیا اومدی، آیا حاضری؟ ببین چی میگن. معمولا میگن نه و دومشونو میذارن لای پاشون میرن. چرا میگن دومشو گذاشت پشتش رفت؟ عقرب این کارو میکنه. ولی چرا میگن دومشو گذاشت لای پاش رفت؟ حیوان، سگ معمولا وقتی میترسه دومشو میذاره لای پاش. به همین خاطر سگای شکاری و سگای نگهبان و اینها رو دومشو میچیدن. این حیوان دوپا بشر عجب جانوریه، دم سگها رو میچیدن، کات میکردن که طرف مقابل نفهمه که این سگ میترسه یا نمیترسه. اینم از اینجا. مردسون میدونی کجان؟ یا مردسون، اگه مردسون کلاباس سوربی جون، سگو ره هنوز داریش؟ شما خیلی میدونی. نه، ما 4 تا سگ از دست دادیم. اتفاقا آقای ماز جبرانی 2-3 روز پیش پرسیده بود که دوستان من بچه هم بزرگ شدن، میخوام سگ بیارم یا نیارم. من براش نوشتم نو. بعد این در مجموع دیده بود ایرانی ها همه بهش میگن نه. خیلی از ایرانی ها از سگ میترسن، خیلی ها هنوز میگن نجس کثیف. واقعا هم هست بابا جون، قبول کنی. این بیچاره ای تو دهات که این سگو میذاش توی حیاتش یا روی پشت بون، حالا به وسقش هر چی میرسید براش میذاش، یه جایی درست میکرد اینها، اون میدونست با وجودی که مثل اینجا نبود و خود همونا هم با کفش نمیمدن تو، کفش رو میذاش بیرون با وجودی که میدونست الان بارون میاد فلان. یا برید یکی گوگل کنه بنویسه که من lost his limbs، یعنی دست و پا. طرف 4 دست و پاشو از دست داده برای که سگش میمده لیسش میزنه.
خود من یه مدت باور داشتم چون درجه حرارت بدن سگ از آدم بالاتره میکروبا رو میکشه. نه اینجوری نیست، یه سری میکروبا رو بابا این حالا یا مسلمونا گفتن یا کلیمیا گفتن، یه سری از این چیزهایی رو که به صورت دین چون مردم نمیفهمیدن به خورد مردم دادن درسته. اینی که مثلا این ظرف رو باید با خاکستر بشوری، باید 7 بار بشوری، این ظرف نجسه. حالا اینجا شما میبینی طرف داره بستنی میخوره، بچه های خود ما هم اینجوری هم بستنی رو میده به سگش هم لیس میزنه دوباره میخوره. سگه میاد چلاب 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 ماچو بوسه، میگم بابا نکنید، ما هم این سگه رو دوست داریم ولی این کارو نکنید. بمانه شیرازی های اصیل میدونن محله مردستون کجا، شما نمیدونی؟ نه کاکا نمیدونم. اگه مردستونه که یعنی قبرستونه. من خودم بچه باورتون میشه تا چند مدت پیش نمیدونستم، من فکر کردم کل مشیر دنیا اومدم، در صورتی که درشیخ دنیا، ما همسایه نشین بودیم، اجاره مستاجر بودیم، این بر اون بر بودیم. برگردیم به صحبت های آقای خمرباف. آقای خمرباف قبلا هم پیام گذاشتن، همون کسی که راجع به جناب گفتن یعنی پاشنه در، و من گفتم عیبی نداره اگر وقتی ما میگیم جناب، طرفی که بهش میگیم میفهمه منظور ما احترام مضاعف، اونی که این وسط وایستاده گوش میده میفهمه که ما منظورمون اینی که این آقا مثلا میگیم جناب لادن، حتی از آقای لادن میخوایم بالاتر ببریم، اینجوریه، عیب نداره این کلمه باشه. حالا اگه بخواید شما مترادفش بذارین که این با این میشه یکی، براتون گفتم آقای اخلاقیان بود، اخلاقی بود، برای ما میگفت جعفری دیدم که بر جعفر سوار، جعفری میخورد و از جعفر گذشت. جعفر یه آدمی، اون جعفر دومی اولا، جعفر سومی پل، جعفر چهارمی، جعفری چهارمی اون سبزی که میخوریم. در هر صورت میگه که آقای صدیق کریمی، جناب پارسا کامنت ها رو میبینی گاهی وقتی یکی از آزمایش هایی که برای چشم میکنن، حتما دیدید که یه نوری رو میارن اینجا به شما میگن جلو رو نگاه کن، بعد بهت میگن حالا هر وقت نور رو دیدی اون دکمه رو مثلا فشار بده. میخوان شما اگر رانندگی میکنید مثل اسب نباشید که فقط جلوتون رو ببینید. و این واقعا این چه لنزیه، حالا یا خدا ساخته یا طبیعت ساخته. شما نگاه کنید خیلی که میخوان تبلیغی یه چیزی رو ببرن تا عرش بالا، میگن مثلا این لنزه مثل چشم کار میکنه، یه چشم اینجوری 360 درجه، حالا حدود 200 خورده درجه، این 180 یکم بیشتر، 200 خورده درجه رو میبینه، سرتو میچرخونی اینجوری پایین بالا و اینها. در صورت بله، پشت ارگ کریم خانی زیر بها زیر بارزاچه محله مردسونه. ارگ کریم خانی، همون زندان کریم خان زند میگی که چه اشتباهی کردن، کردن این زندان، گفتن من توش حتی نگهبانی هم دادم، نه به عنوان زندانبان. این بیچاره شاه نادان حتی نیروی ضد شورش نداشت. بعد اشتباهاتی که انجام دادن، تیپ 55 هوابرد شیراز رو که یه نیروی مخصوصه، اسپیشل فورسه، اصلا اینجا بهش میگن ایربورن، اینو گذاشتن با شهربانی. بعد خود شهربانی برای پاسباناش و آجاناش جا نداشت که بخوابن، بعدم تو نمیتونستی هی بری خونه و بیای اینا. به ما گفتن شما تو زندان کریم خان زند که قبلا زندان بود، بعدا بردنشون عادل آباد شده بود. و چه جای قشنگیه، چقدر وقتی توی اون حیات هستی، البته اون نقاشی ها و این یادگاری هایی که زندانی ها نوشته بودن که خودمون هم تقریبا یه موزه شده الان، همینجوری اون موقع بود و اینها. و بعد سال 2005 که رفتم ایران دیدم اونجا رو مثل موزه بلیط هم میفروختن، اینا میرفتی تو هشتیش و بعد میرفتی اینها، یاد اون موقع که سرباز بودم و وظیفه. این کلمه وظیفه هم اشتباهه، خدمت باید بگید، خدمت مجانیه، وظیفه باید یک کسی به شما حقوق بده، شما هم راضی باشی اون کار انجام بدی. سربازهای ایرانی، آقای آریانپور بارها گفته یکی از اشتباهات شاه این بود که ارتش ایران کرده بود پر جنرال و سرهنگ و اینا، برای که شبا که میخوان قمار و خانم بازی کنن تعدادشون کم نباشه. آقا پول این سرهنگ مرهنگا رو بده به این بیچاره ها استخدام رسمیشون کن. شما ببین ارتش آمریکا همین اشکال رو داشت، درافت یا خدمت وظیفه، که این دیگه خیلی غلطه، خدمت وظیفه.
خدمت وظیفه‌ای که اینجا داشتن، دیدن سربازی که میره اونجا دل به خدمت نمیده، هر روز خط میکشه مثل زندانی، میخواد از اونجا در بره. آمدن گفتن آقا برید خونتون، نمیخوایم شما رو، خیلی هم دلتون بخواد که ما بخوایم استخدامتون کنیم، استخدامتون میکنیم 8 سال، حالا برو ببین چه خبره. صف میکشن میخوان استخدام بشن، کلی هم آزمایش و اذیتشون میکنن، به طرف میگن نه آقا تو چشمت ضعیفه، تو بدنت ضعیفه، استخدامشون نمیکنن. شاه دوستان نفهمید، حالا هی شما بیا بنویس که شاه اولین کسی بود که ماشین لامبورگینی رو توی برف برد، گوه خورد. آخه ماشین لامبورگینی رو تو برف برد سر قبر پدرش؟ شاه کسی بود که ماشین بنز جی واگن رو دیزاین کرد، گوه خورد، غلط کرد، به قبر پدرش خندید. مگه برای مرسدس بنز کار میکرده که این گوها رو خورده؟ بعدم دیگه شما هیچی ندارید، آویزون شدید به تخم حضرت عباس، ول کنید، خجالت بکشید. شاه با پدرش 57 سال رید به مملکت، مملکتی که میتونست گلستون باشه، میخواستم بگم مثل ترکیه باشه. ترکیه هم دیدید هفته پیش آقا رفت نماز، خوب که ما قبلش رفتیم ترکیه، این چیز رو دیدیم، اون مسجده چیه، که این مسجد بیچارم چه سرنوشتی داشته. اول کلیسا بوده، مسلمان ها میان و اون بگید دیگه، عثمانی ها میان میگیرن میشه مسجد، بعد میشه موزه، دوباره این احمق اومد کرده چه مسجد و رفت اونجا، خودش هم شروع کرده بود چه قرآنی میخون، انشالله سر قبر پدرش بره قرآن بخونه. بله، سربازی رو بیشتر تو ایران میگویند اجباری، این کلمه درستیه، یا باید بگن خدمت اجباری، یعنی خدمتی که پول نمیگیری ولی اجباریه، باید بری، چیز بی خودیه. اول انقلاب اومدن گفتن 1 سال فکر خوبی بود، بعد دیدن طرف تا میاد 3 ماه دوره ببینه و 3 ماه بره تخصصی تموم شده رفته فایده نداره، آقا استخدام کنید 4 سال 5 سال این جوونا رو استخدام کنید، پول بهشون بدید، قدرت پول، قدرت خرید، با افتخار بیان تو خانواده‌شون، برگردن بیان اونجا، خجالت بکشید. چرا باید یه جوونی که 12 سال رفته درس خونده و 6 سالم بوده رفته 18 ساله شده حالا بیاد اونجا، بری یه شهر دیگه از جمعه تا جمعه باید نمیدونم لیف و قدیفه‌شو برداره بره حمام، بذارین تو شهرهای خودشون خدمت کنن، قشنگ شب بره خونه، صبح بیاد خدمت کنه، درست مثل یک آدم، احترام بذارید به انسانیت، احترام بذارید به آدمیت، صحبت از احترام شد، برید سینه بزنید. آقای روحانی مردک الدنگ دور دوم انتخابات شده، حالا دیگه احتیاج به مردم و جوانها نداره، اینم رفته آویزون شده به خایه کی؟ خایه خامنه‌ای که حالا داره یا نداره نمیدونیم، و تندروا. چرا؟ برای که میخواد یک کاری کنه که بعد از این دوره، میدونید تازه بعد از این دوره یک ریاست جمهوری پول ساختن اینا شروع میشه. مردک 70 سالته، یه چروک تو پیشونید نیست، یه روز کار نکردی، حالا هم تا امروز خوردی و بردی، برو دنبال کار زندگی، چه کاری داری میکنی که مردم بیان سینه بزنن؟ ماه محرم که شد چون این واجبات و نمیدونم فلان، بعد چه بحثی، این آقای هدایتی نمیدونم میشناسین یا نه، آیت الله هدایتی، فکر کنم من اولین کسی بودم که باز با این مصاحبه کردم توی تلویزیون ها، و اون موقع یه پروفسور انصاری بود، زنده بود. خب خوبه، کافیه، مورد بعد مورد بر حرف زیاد اثرش کم میشه. مسجد صوفیه یا صوفیا، صوفیا اونجا میگن، ولی شما روی مسئله کوچیک خیلی توضیح میدی، بی احترامی هست، به شروع 2 کلمه توضیح کافیه. نه کاکو، شما بعضی وقتا چون میفهمی فکر میکنی دیگران هم فهمیدن، چون داریم راجع به یک مسئله، یه وجه مشترکی داریم صحبت میکنیم، شما ازش چیز داری، به اصطلاح یک پیشینه داری، فکر کنی میفهمی. میدونی آدمای باهوش توی کلاس حوصله‌شون سر میره، و خیلی وقتا معلم فکر میکنه اینها بچهای بدی هستن، اذیت میکنن. به سر خود بنده این صدا زدن ما رو، گفتن آقا این عذاب میده. گفتیم چرا عذاب میده؟ گفتن معلم تا یه چی میگه، مثلا میگه این کارا رو انجام بدید، انجام میده، بعد عذاب میده. گفتیم خب بیشتر، گفت نمیتونیم ما اگه اینجا چیز کنیم به یه یکی دیگه. گفتیم اوکی. بعدن معلوم شد گیفت تالنتد، یعنی ایشون خیلی باهوشه، باید اصلا یه مدرسه جدا بره، و خب بعدم نبود و اینها، به خاطر همین بعدم
اسکالرشیپ یا بورسیه گرفت و اینها حتی برای دانشگاه. در هر صورت خانم ماندانا، حالا شما وقتی می‌نویسی ماندانا مانی، من با اون آقای به اصطلاح مانی خورسندی گاهی وقتا شما را اشتباه میگیرم و هیچ عیبی نداره، ولی قرار نشد حالا همشهری هستی بیای اینجا زور بگی چون شما زن هستی و ما نیستیم. حرف زیاد اثرش کمه. نه، بعضی وقتا تکرار لازمه. از این مذاهب یاد بگیریم. 2000 سال مردم جمعه تا جمعه 2000 سال میبردشون کلیسا، 3000 سال میبردشون کنسا، نمیدونم 1400 سال روزی 17 بار میگی یه چیزی رو بگو، این قول هو الله و احد و اینا دیگه چقدر بگم. ولی میدونی چرا میخواد بگه؟ برای که تو ذهنت نقش ببنده، یادت باشه و خیلی سر به سرم نذار. روز جمعه است، برنامه قبلی هم یه چند دقیقه صدا خراب بوده، اذیت نکو کاکو، به قول شیرازی ها کاکو عذابم نده. اوکی بریم ویدیوی آقای مجید روحی رو قرار بوده نشون بدم، نشون ندادم. قاضی شهافر راجع بهش صحبت کردیم، خبری اش نشد. آها، آقای عباس سعیدی هفته پیش درست لحظات آخر برنامه گفته بود که من هستم اگه میخوای بیا. بهش گفتم من به مردم گفتم نیستی، حالا میخوای بیای دیگه مردم ممکنه نیاد. گفت خب میدونی چیه، بیا امروز بشینیم یه فکر کنیم. یعنی چطوره که از ماه آینده جمعه اول هر ماه با آقای سعیدی باشیم که درباره ماتریالیسم صحبت کنه. یه ویدیویی هم برای من فرستادیشون، یه دکتری با گوینده با مدیری صحبت میکنه و این بعضیا خیلی این دکتره رو دوست دارن، بعضیا دوست ندارن. خود من یه حالت یه جمله میگفت دوست داشتم، یه جمله میگفت میگفتم این دیگه کیه، چقدر به قول شیرازی ها میگن چست چربه، نمیدونم پوفیوزه، فلانه، هخنازن آلمانی ها میگن. این آقا حقیقتا ماتریالیسته. وقتی آقای سعیدی با من صحبت کرد گفت اون ویدیو رو دیدی؟ گفتم آره 12-13 دقیقه بود. ولی این مرده چی میگفت؟ بعدم همه زیرش نوشته بودن این خانوادهش هم از دستش ناراحتن و فلان اینها. گفت اتفاقا من از همین من میخوام بیام صحبت کنم چون این ماتریالیسمه. خیلی ممنون، متشکرم، میگن شما گلی، خیلی ممنون. خب و اما این عکس ایران اف بی بی رو ما بالاخره پیدا نکردیم. فروش دوربین سونی، اون روز بهتون گفتم ما یه دوربینی داریم، مال دوربینایی که دیسک دی وی دی میخورد و اولایی که این اومده بود چه کولاکی بود. آقا این دوربینه میذاری دی وی دی توش ضبط میکنی، مستقیم میذاری تو دستگاه، دیگه نه نواری قیشقیشی، نه میدونید که اون نوارا از مغناطیس مگنت با پلاستیک استفاده میکنه و الان تو ایران شنیدم میگن ریخته، یعنی پیکسلاش ریخته. و یه فیلمی دیدم زیر سقف دودی، دوستان حتما این فیلم رو نگاه کنید، برای جوانها، زن شوهرها، نامزدها، برای پیرا، زن شوهرها، این فیلم رو نگاه کنید حتما حتما. زیر سقف دودی یا خاکستری، یکی پیدا کنه برای من بنویسه، اینجا لینکشو بذارید تو یوتیوب بذارید، این فیلم خیلی قشنگه. و توی اون خانمه رفت یک ویدیویی رو، یک VHS، ما همه رو میگیم ویدیو، VHS داد که برایش ضبط کنن روی DVD، ترانسفر کنن، کانورت کنن. و اون آقای گفت این چند سال ریویندش نکردی یا این نچرخیده؟ گفت 10 سال. گفت ممکنه ریخته باشه، اینه که چیزای نواری و اینها خراب میشه، حتی DVD هم خراب میشه. به همین خاطر DVD ها رو تو جلدشون نگه دارید. ما یه سری دوربین رو یادم نیست کجا گذاشتم، فکر کنم تو این کشو گذاشتم، اینم شد از همون چیزایی که میگم گذاشتم و پیداش نمی کنم. دوستان این فقط حدود 30-40-50 دلار چارجر و وایر و اینها داره. این چارجرش مثلا شما بخوای تنها بخری برای دوربین سونی 20-30 دلار ازت میگیرن، این وایراشو بخوای بخری نمیدونم 10-15 دلار ازت میگیرن. این چیزی که ترانسفر میکنی به تلویزیون یا هر چی. بعد عین اینجا می نویسن لایک نیو، یعنی مثل موقعی که نو بوده
البته بچه ها یک کم خط کشیدن روش، نه بچه هم نه ها خط کشیدن روش بماند، ولی دفترش اینا هست و خودش هم یک کیف خیلی شکیل و خوب داره. والا این کیف تنهش شما وقتی میخوای بری یه جا بنداز گردنت، بندم داره برای گردن تو اینا، 40-50 دلار پول اینه، ولی انقدر قشنگ اینو جا میده و نگاه کنید اینجوری که شویی مثل کاپوت ماشین باز میشه، اینو در میاری. اینه سونی. حالا یه نفر 50 دلار، 100 دلار، 30 دلار، نه 30 دلار نه، 30 دلار نه، اشتباه کردم، ببخش، غلط کردم، افغانی ها میگن غلط کردی، در اصل این مینی دیویدی میسوزونه، کسی دیگه اینو استفاده نمیکنه. برای استفاده چی من میگم؟ برای بخواین به عنوان وب کم استفاده کنید، این کوالیتی خوبی داره، مخصوصا سونی. یا اگه برنامه های دیگه دارید، خیلی ها هستن کلکت میکنن. کلکت یعنی چی؟ اینایی که به ایرانی میگفتیم چی؟ کسی که یه چیزی کلکت میکنه. اونجا میگه آقا یه چی براتون میگم، من تصمیم گرفتم برم ایران انگلیسی یاد بگیرم. فیلم ها رو نگاه کنید، از اول تا آخرش کلمات انگلیسیه. در صورت اینم ماسماسکش هست، همون کمربندی که کمربند که چه عرض کنم آویزون میشه اینجا، و یه چیزی که داره این بسته میشه به خود سونی و اون دوربینه، این بسته میشه به این. خیلی ها دیدم تو مسافرت یه کیفای اینجوری میندازن گردنشون. در یه نفر 40-50 دلار، 100 دلار هرچی بده، ببخشید بالای 50 دلار بده اگه تو آمریکا باشه، تا به اصطلاح اینو داشته باشه. راجع به کلکتوال و اینها براتون بگم، سالها پیش فکر کنم اولین باری بود که من رفتم منزل دوستمون آقای عباس شیر محمدی، و خب این تو کار سه جنریشن، یعنی سه نسل، چهار نسل توی کار عکاسی و اینها بودن. اتفاقا 2005 وقتی هم رفتم یزد، رفتم عکاسی شاهین با پدرش آقای شیر محمدی. ایشون مثلا تا همون موقع هم هر روز صبح میرفت بیمارستان عکس میگرفت از بچه‌ها که دنیا اومدن. خیلی ها این فکره رو مثلا کی داره، اون موقع کس دوربین نداشته که، قدیما این صبح تا صبح میرفته بیمارستان، گفت هم یه راهی میرم، هم میرم این بچه‌ها رو که تازه دنیا میبینن میان میبینم، خودم احساس زندگی به هم دست میده، و بعد این عکس‌ها رو که میدم به پدر و مادرشون چقدر اونا خوشحال میشن. که البته متاسفانه بعد شنیدم بیمارستان گفته بود دیگه احتیاج نیست شما بیان، چون ما خودمون با این دوربینای دیجیتال عکس میگیریم و اینها. ولی برگردیم، وقتی که رفته بودم منزل این دوستمون، دیدم یه چاینا کابینت، چاینا کابینت مثل ما که میگیم بشقاب چینی، چینی ها مثل که از این کمدای چیز زیاد دارن که تو ایران بهش بوفه میگفتن، چرا کلمه بوفه اومده بود اونجا میمارن، دکوراسیون و دکوریشن اینا میذاشتن. دیدم دوربینای بسیار زیادی اونجا، دوربینای 100 ساله، دوربینای نمیدونم لوبیتل فلان بسیار اینا. بعد با فارسی اون پایین که در هست که باز میشه نوشته لطفاً دست نزنی. یکم اینور اونور نگاه کردم، دیدم به انگلیسی ننوشته. وقتی که یه دوتا آبجو خوردم و کلامون گرم شد، گفتم که من یه سوالی از شما دارم. خب میدونم کسی نباید دست بزنه، ولی شما چرا با فارسی نوشتی و با انگلیسی ننوشتی؟ خندید، گفت آخه آمریکایی‌ها یا اون کسی که انگلیسی بلد باشه دست نمیزنه، فقط ایرانی‌ها هستن که میاد اینو اول ور میداره، یه مشتی انگولکش میکنه، بعدن به شما میگه این چجوری کار میکنه. آقا مگه تو قراره اینو ببری سر کار که میپرسی چجوری کار کنه؟ بعدم تازه توضیح میده آها پدر بزرگی منم یکی مثل این داشت زیر سقف دودی. خیلی ممنون دوستان سعید عزیز این کار کرد. بذارید من یه عکس ازش نشون بدم که شما هم ببینید اینو. بله، زیر سقف دودی. این فیلم رو نگاه کنید و به نظر من چیزایی که میگه همه ماها تو زندگی هامون، چه حالا یه سال ازدواج کرده باشیم، چه مثل من 42 سال ازدواج کرده باشه، اینا بعضی وقتا مشکلاتی داری، حرف باید بزنی. بعد ما اون سیستم مرد سالاری تو ایران، اون سیستم نمیدونم اصلا این سیستم چیه اسمش، چرا ما اینقدر از همه چی گریزانیم، نمیتونیم در موردش صحبت کنیم، و تا میخوایم صحبت کنیم به داد و فریاد میکشه. اینم پیام میفرسه آقای کوروش زعیم. آقای کوروش زعیم
کاکو جون عزیز دلو، از اسکایپ شما استفاده نکن برای پیام فرستادن. من نمیدونم، شایدم خود منم یه مدتی این کارو میکردم، وقتی دیدم تعداد اونایی که روی اسکایپ زیاد هستن برای همه میفرستادم، بعدن فهمیدم که نه. حالا خوب شد من این کارو شما کردی، من این خاموشش کنم اصلا. آقای کوروش زعیمم از جبهه ملی ایران، من دوبارم باهاشون مصاحبه کردم، میان یه چیزایی مینویسن و اینها، ولی من فکر میکنم این به اصطلاح اینها به جای اینکه جلو مردم باشن پشت سر مردم هستن، وای میسن هر وقت یه اتفاقی افتاد بعدن اونا میان مثلا میگن این کارو بکنید اون کارو بکنید، که هیچ فایده ای هم نداره. بذارید من ببینم این چرا نشون نمیده. میخوام یه عکسی رو از این دیوانه روانی بهتون نشون بدم، ترامپ احمق، که اینو شنیدم اشپیگل، روزنامه مجله اشپیگل توی آلمان چاپ کرده، ولی نتونستم وقت نکردم برم نگاه کنم. و نشون میده اون پشت آتش سوزیه، اینم تو دفترش کبریتو گرفته دستش و اینها، و واقعا همینه. و باز برگردیم به اون پیام آقای خمرباف، الان شما اگه نگاه کنی خبرها رو اونجوری که باید شاید اینجوری گزارش نمی کنن. اینجا وضع تو آمریکا بسیار خرابه و کنترلش هم از دست همه در رفته. حتی اونی که با اینایی که اعتصاب میکنن، تظاهرات میکنن، موافقه، میاد بیرون باهاشون صحبت میکنه، دیگه حرف اونم قبول ندارن. میگن نه، تو هم اگه دموکراتی، اگر لیبرالی، اگه نمیدونم چیز هستی، پروگرسیو هستی، باز با اونا هستی. به ما نشون دادید که به هیچ کدومتون نمیتونی اطمینان کنیم و اوضاع خیلی خرابه. و این عکس رو هر کسی به اصطلاح درست کرده دقیقاً همینه. این مرتیکه نادان شالاتان، 3 سال و خورده‌ای، میدونی کمتر از 100 روز، 95 روز مونده که انتخابات انجام بشه. اونایی که دل خوش بودید که این فردا که اومد توی آفیس خامنه ای رو میکنه بیرون، نمیدونم برای شما دوباره شاه رو میاره، برای شما مجاهدین میاره، چی شد؟ بیچاره ها، به خودتون بیاید، زنگ بزنید، پیام بذارید، اسمتونو بگید، آدرستونو بگید، ویدیو بفرستید، بگید سوربی ما باز هم اشتباه کردیم. ببینید آقای سعیدی چقدر قشنگ میاد میگه 42 سال پیش اشتباه کرده. این آقای سعیدی با منم دشمن بوده، اونجا هم اشتباه کرده. بعدی که با این اون صحبت کرد فهمیده آقا این دشمن دانا بلندت میکند، بر زمینت میزند نادان دوست. و ببینید چه گندی زده این ترامپ به آمریکا، هی میگه وضع اقتصادی خوبه. یکی از شماها که وضع اقتصادیتون خوبه بیان به من زنگ بزنید، بگید من معلمم، من راننده هستم، من کارگرم، وضعم بهتر شده. فقط یه عده دزد که اونا اصلا براشون مهم نیست که ترامپ بیاد یا نه، اونا دزدی رو ادامه میدادن تو هر رژیمی، تو هر حکومتی، براشون فرقی نمیکرد. خودش و خانوادهش این وسط دارن میدوزن و میخورن و میبرن و هیچ کم صداش در نمیاد. دوستان عزیز، فروش دوربین سونی رو گفتم، ممنونم اگر کسی حمایت کنه. لطف کنید اینجام نوشتیم تلویزیون مردم به حمایت شما نیازمند است، واقعا احتیاج داریم. میخوام 2 تا سیستم کامپیوتری جدید بخرم و به این نتیجه رسیدم نرم 2000 دلاریشو بخرم. الان کاسکو یک دل کامپیوتر پی سی میفروشه 699 دلار. فقط اشکال اینا اینه که وقتی اینو میخری این با یه دونه مانیتور وصل میشه، ماکسیموم 2 تا مانیتور، شاید هم اون 2 تا مانیتور رو شما نتونی به عنوان 2 تا مانیتور استفاده کنی، یعنی میشه یه مانیتور بزرگ. ما یه چیزی میخواییم که 3 یا 4 تا مانیتور داشته باشه، توی یکیش اسکایپ رو داشته باشیم، توی یکیش برای فیسبوک بفرستیم، توی یکیش ویدیو بلستر داشته باشیم. این شد 2 تا، این هم یکی 3 تا، این یکی هم اینجا چیکار کنیم؟ این یکی هم اینجا بخونیم و چیز کنیم، مثل اینای دیگه یه گردن اون اینور اونور کج نکنیم. یه نفر به من گفت آقا شما تلپرامتر داری؟ گفتم نه. گفت چجوری؟ این من الان اگه بیارم بالا بهتون نشون بدم ممکنه اون پشتش که ست کردم با کتاب و اینا بریزه. پایه مانیتور رو برداشتم، باید ابتکار به خرج بدیم. مانیتور رو، پایش رو برداشتم، یک چیزی مال
ظرف آشپزخونه که میذاری بشقابا رو اینجوری، اونو آوردم گذاشتم و چون خیلی میرفت پایین یه کتاب گذاشتم پشتش. هی نگید سوربی کتاب نمیخونه، از کتاب استفاده میکنم. یه کتاب گذاشتم اون پشتش اینجوری، به طوری که درست اینجا میبینید این زیر این دوربینه. اولا مثل بعضی ها دوربین اون پایین نیست، از تو دماغ من. شما ماشاءالله دماغامونم که بزرگ، از این تو قشنگ سوراخ معلومه که مغز توش نیست. اینجوریه دوربین، باید اون وقتا میگفتن آی لول یعنی در حد چشم، الان میگن فورهد پیشونی لول، باید اینجا باشه که شما وقتی نگاه میکنی یکم بالا نگاه کنی. حالا چرا؟ این حسنش اینه، اولا سقف و مقف نشون نمیده، دوما من از بالا به شما نگاه نمیکنم، یعنی شما رو پایین قرار ندادم. ببینید اینا رو دقت کنید، اون کسی که میره یاد میگیره. باور کنید من روزی 2 ساعت 3 ساعت فقط دارم رو یاد میگیرم از این تکنیک فلان، به غیر از این که کارم اینه، میرم کار میکنم ولی یاد میگیرم این چی کار میکنه که اینجوریه. البته ماجرای آزمون و خطا اینجا میگم mistake and trial and mistake، یه چیز اینجوری error یعنی این هست، آزمون و خطا، هی امتحان میکنم. الان بری برنامه قبلی رو ببینید، اگر مال کانون آوا هست با آقای موصلی بودیم، دوستان نوشتن آقا اینجا صدا هست اونجا صدا نیست و اینا، من تو همون برنامه چیز فوری عوض کردم، یه میکروفون دیگه گذاشتم. اینا رو با کار کردن و نترسیدن، یادم مدت ها پیش، سالها پیش، آقای بود به نام کوروش وحدانی، خیلی از کامپیوتر میدونست. وقتی صحبت میکردیم اینا، یه دفعه بهش گفتم آره این کامپیوتر ما گاهی وقت اینجوری میشه، گفت سوربی به خدا این کامپیوتر من یه بار اینجوری بشه من ممکنه سکته کنم، 3 تا سیگار باید بکشم، تو این خیالت نیست. گفتم آقا این تجربه است، مثل اینایی که ماشین کهنه داشتن حتما میدونن، وقتی خاموش میشد خراب میشد همه نگران میشدن، شما که کارت این بود اصلا نگران نبودی، خیلی هم با آواز میگودی قشنگ، میزدیش کنار میمدی پایین، یه سنگ هم میذاشتی زیرش چون ترمز دستی هم نداشت، و میرفتی به اصطلاح دنبال حالا تعمیرکار یا دنبال پارت یا اوزا وسیله. ولی بهتر آدم تعمیراتشو قبلا انجام بده، بارها بهتون گفتم مثل مسافرت که میریم از قبل وسایلتون رو میزنید تو ماشین، شب قبل میرید ماشین رو بنزین میزنید که صبح نخواهید برید تو صف وایسین اینا، این برنامه و اینا هم اینجوری. اگه کسی مایل هست برنامه های خودش رو داشته باشه، این روزا دوستان شما با تلفن خودتون میتونید بذاریدش یه جایی، یه چیزایی هم هست اینجوری. خیلی ممنون، این یکی از دوستانمون، یکی از فامیلمون خریده، ممنون و متشکرم، برای من فرستاده. این تلفنتون شما میتونید بذارید، این وقتی میام تو آفیس اینو میذارم که کسی زنگ میزنه و اینا ببینم، چون صداشو خاموش میکنم. اوکی، شما میتونی چیزای اینجوری خودت درست کنی. ببین چه ساده است، با یه تیکه آهن و حلبی و اینها، یا با این چیزای مال لباس هست، چوب لباسی، اینایی که سیمی هست، چی درست کنی. داداش من اون آقای دکتر سوربی استاد این بود که با نمیدونم این وایرا رو از کجا می آورد، با این سیم ها ماشین درست میکرد، که ما وایستاده بودیم فرمون هم داشت و اون ماشینه جلوش اکسل هم داشت، میپیچید این ور اونور، با گل باغچه ماشین های باری و اینها درست میکرد، با چوب کبریت نمیدونم اکسل درست میکرد اینا. حالا ما 3 تا نوه داریم، ماشاءالله یکیش که میاد اینجا تمام این اتاق به این بزرگی میشه پر وسیله، با هیچ کدومش هم بازی نمیکنه، میره سراغ اون چیزی که ما میگیم به این دست نزن بماند. خیلی امروز به قول این دوستمون بیراهه رفتم، ولی عیب نداره، با اصلا اصل برنامه ما اینه. فقط وضع معصومه علی نژاد از نظر مالی خوبه، آی گفتی همین آقای سعید خان یه جایی نوشته بود، حالا چرا اینا هی معصومه علی نژاد. ببین سعید جان برو نگاه کن، اگه این خانم رو دنبال کنی که حالا رفته بعد از رقصیدن با رضا پهلوی، حالا رفته سراغ ننه رضا پهلوی، فرای پهلوی با اون عکس گرفته و اینها، و خودتون رو بذارید جای این، با یه حکومت نمیدونم جلاد پدر سوخته دیکتاتوری در ایران، اون وقت شما میان برید این کارا رو بکنید، داداشتون رو گرفتن به خاطر شما، اون وقت شما میان برید این کارا رو بکنید، something wrong. حالا این something wrong رو من براتون میگم. آقا سعید شما چند سال تو آمریکا هستی؟ چند سال داری کار میکنی؟
چند تا خونه میتونی تو نیویورک بخری، خونه 1,700,000 دلاری، که این خانمه که 4-5 ساله، 10 ساله، 8 ساله، 6 ساله، چقدره اومده آمریکا، خونه خریده، خونه ای که تو نیویورک میتونه کشاورزی کنه توش. من گل آفتابگردون کاشتم که مامانم بتونه با من صحبت کنه. اصلا اینا مردم رو سر کار گذاشتن، مردم رو ابله سادلو میپندارن که اینجوری میکنن. اینه که مردم اینا رو زیر نظر دارن. Error and trial. البته باید trial and error باشه، چون error که نمیتونه اول بیاد. تو ایران درست میگن آزمون و خطا. من به خاطر همین اون بیشتر روان هستم، چون شما اول باید آزمون کنی بعدن خطا میاد. نمیشه که خطا و آزمون باشه مگه مال قبلیش باشه. در صورت بله، اینجا میگن error and trial و یعنی همین، شما یه کاری رو انجام میدید میبینید غلط دوباره، ولی یه کاری رو 100 بار انجام ندید انتظار داشته باشید نتیجه متفاوتی بگیرین. میگن فقط آدمای ابله هستن که اینجوری میشه. خب آقای حسن ارشاد برنامه شماره 281 رو هم داره، باز در رابطه با تماشاخانه. بله، خانم دکتر بهیه جیلانی میگه خانه مال شوهرش هست. دکتر جیلانی عزیز، تو آمریکا هر چیزی مال شوهره، نصفش مال خانمشه. بعد اونم از زرنگیشه که این خانم یه شوهری پیدا کرده که یه خونه 1,700,000 دلاری داره. تازه این اونی که ما خبر داریم. خانم جیلانی، آمریکایی‌ها میگن believe me، مال چیز میگه believe you me، یعنی باور کنید منو. something wrong، یه جای کار اشکال داره. حالا کی باشه که اینم مثل روح الله زم و دیگران گندش بالا بیاد و ببینیم که کجا به کجا بوده و نقل کجا بوده. در هر صورت اینا اون افرادی که میگن نیستن. کسی که تو دوره خاتمی تو مجلس میره میاد، اون وقت میگه من مادرم تو شمال چی میکاشته میذاشته تو سرش، روی سینی میبرده میفروخته، الان گفته دیگه من اون کارو نمیکنم، حالا من تو نیویورک این کارو میکنم. حتما میخواد بره تو فارمرز مارکت تخمه آفتابگردون بفروشه. در هر صورت something wrong، یه جوکیه. طرف بچه گیرش میاد، میگه اسمشو بذارین something wrong. اینا فکر میکنن چون این چاینیزه مثلا میخواد بگه something gone، میگن چجوری بنویسیمش؟ میگه آقا something wrong. میگه چجوری آقا این اسم بچه رو بذاریم something wrong؟ میگه آقا من آسیاییم، حالا دیگه این نگین چاینی، من آسیاییم، نمیشه هم بگیم اورینتال، همسرش هم آسیاییه، بچه سیاپوست شده، خب something wrong. حالا اینم something wrong. خب آقای خسرو بهرامی لطف کرده بودن 2 تا عکس فرستاده بودن از ویدیوی تهران تا قاهره و یه ویدیوی دیگه که سرلشکر مقدم و هوشنگ نهاوندی و اینها. من این چند روز گذشته خیلی گرفتار بودم، برنامه هفته قبلم به اصطلاح نتونستم اعلام کنم، ولی این ویدیوها رو من در تلویزیون مردم میتونم نشون بدم، در فیسبوک هم میتونم لینکش رو بذارم، ولی به صورت ویدیو اگر روی یوتیوب نشون بدم یوتیوب ما رو جریمه میکنه و پنالتی، این کلمه پنالتی میگه مثلا چند مدت نمیتونی ویدیو بذاری و اینها. ولی چشم آقای بهرامی، پیامتون رو گرفتم، خیلی ممنون و این کار رو انجام میدم. این فیلم ایرانی قاتل اهلی هم اگر ببینید بد نیست، چون نمیدونم مال چند سال پیشه، ولی به شما نشون میده که تو ایران چه خبره، چه بخور بخوری هست، چه ببر ببری هست. و اینایی که اون موقع رفتن جنگ و اون بیچارهایی که با حسن نیت رفتن و اینها، و ما ایرانی ها همه مدیون اونایی هستیم که کشته شدن، شهید شدن، مجروح شدن، شیمیایی شدن. حتی اونایی که سالم برگشتن، یه عده شون بیچارها که
دولت بهشون نمیرسه. همین آقای کروبی که بعضیا دنبال کونشن خبر ندارن، این کروبی مسئول بنیاد شهید و این جان بازان بود. ببینید چه بلایی سر خانواده اینا می آورد، بهشون نمیرسه دولت، ولی یه عدهشون وارد شدن رفتن افتادن. همین که سپاه فلان کارخونه رو میگیره، نمیدونم هفت تپه رو میگیره، اعتصاب میکنن فلان و اینا به قیمت ها خیلی کم و فلان اینا. این فیلم قاتل اهلی رو حتما حتما ببینید، بازی آقای پرستویی، و به نظر من خیلی فیلم جالبیه. حتما شما میگید سوربی چرا قد فیلم ایرانی تبلیغ میکنی؟ به خاطر این ماجرا. میدونید درست این فصل گریجویشن یا فارغ التحصیلی بود، درست فصل عروسی ها بود، یعنی همه زمستون رو پشت سر گذاشته بودیم، منتظر بودیم بهار بیاد، تولدا، مهمونی ها و جشنای فارغ التحصیلی. از این اشتباه فارغ التحصیل یعنی چی؟ حالا این گریجویشن رو یک کسی به فارسی خوب یک کلمه خوب برش پیدا کنه. بعد عروسی و نامزدی و تولد و اینها بریم ویدیو بگیریم، حالا که هیچ که نیست، این کارا نیست، تو خونه نشستیم. من 100 تا فیلم رو از تماشاخانه نگاه کردم، بعد دیگه تموم شدن اونا، چون 40 تا 20 تا فیلم گذاشته بود. و یکی از اشکالای تماشاخانه اینه که اینا رو گذاشتن رفتن به یاد خدا. خیلی از شما هی هنوز به من زنگ میزنید از تبلیغشون ایراد میگیرید. ما آقا اصلا مردم تیوی رو برداشتیم، گفتیم نخواستیم، مرا به خیر تو امید نیست، شر نرسان. هستن وبسایت های بسیاری هست، اتفاقا یکیشون امروز لطف کرده بود، پارسیلند نوشته بود، با اونا تماس میگیریم و اینها. بله این آقای کروبی بنیاد شهید، خیلی وقتا میگفتن اونجا طرف شوهرش شهید شده، اومده اونجا میگه فلان اینا. این بالاخره اینا نظر داشتن، اینا فکر نکنید، اینا تا روزی که دولت همین خامنه‌ای و تندروا با اینا میه داد و میخوردن، همین محمد نوریزاد چیه، من دوبار باش مصاحبه کردم، همون بگید حسین میر حسین موسوی، که این باید محاکمه بشه. آقا این همه آدم از زندان آوردی بیرون، بردی کشتی بدون دادگاه، که آقای منتظری اعتراض کرد، حالا ملت میگن میر حسین، یا حسین، ای حسین بزنه تو کمر دوتاتون. تازه اگه حسین میتونست کاری بکنه برای اون 72 نفری که رفتن اونجا گولشون زد سر ماجرای عشق و عاشقی، به کجا کشوندشون. در هر صورت اینم از این ماجرا. دیگه چی داریم؟ بله تهران تا قاهره، و اون ویدیوی دیگرم اسمش رو نمیدونم هرچیه، درباره سرلشکر مقدم و هوشنگ نهاوندی اینها صحبت شده، اونم میذاریم. و این فیلم قاتل اهلی رو اگه دیدید حتما، یه چیزی هم هست Confession of Economic Hitman، یعنی اقرار یک هیتمن، کسایی که مزدور میشن، اجاره قاتل اجاره‌ای، یک کسی رو اجاره میکنی که بره یه قتلی انجام بده، بهش میگن هیتمن. حالا قتل هم نه، خیلی ها هستن میرن دست و پای طرف رو میشکنن، بهشون میگن اینا هم هیتمن هستن. در اصل اونم حتما نگاه کنید. آقای خمرباف توی برنامه گفتن میرن دنبال اثر و مؤثر، اون دفعه برای ما توضیح دادن موجر و مستأجر، خیلی ممنون. و این همون ماجرای علت و معلول هم هست، که به اصطلاح هر علتی معلولی داره، باید ببینیم از کجا اومده، و این کار خوبیه. خب اینجا اینم پیامو پاک کنم، اینم کانون آوا، برنامه قبلیمون با آقای موثقی بودیم، حتما نگاه کنید. تا یکی دو سال دیگه شاید همین الان کانون آوا ضمناً وبسایتشون هک شده. من امیدوارم که یک کاپیشو اون شرکتی که به اینا هاستینگ میفروشه، نه دامین نیم، نه هاستینگ میفروشه، این ماجرای وبسایت و اینا هم خیلی از ماها نمیفهمیدیم. خود من استاد نفهمیشم، یادم اولین باری که من مردم تیوی رو راه انداختم، یه دو هفتهی تمرینی داشتیم میرفتیم، آقای دکتر محیط تماس گرفت گفت سوربی تبریک و اینها چجوریه؟ گفتم من اصلا باورم نمیشه، و مثل که همه منتظر بودن که ما بیایم. گفت چطور؟ گفتم اینجا نوشته 7 میلیون، الان که میگم دارم خجالت میکشم، اونجا نوشته بود، حالا کی؟ سال 2003
نوشته بود مردم تیوی تو رتبه 7 میلیونیوم هستی، یعنی 6,999,999 تا وبسایت دیگه جلوی تو هستن، بالای تو هستن، تو اون پایینی. البته اونو میگیم، حالا اینو بهتون نشون بدم که باعث افتخاره. بعضی وقتا هم دشمنا به ما کمک میکنن. حالا چجوری؟ یه جای اسم ما رو می‌نویسن، یه چیزی میگن از ما که این به نفع ما تموم میشه. و به خاطر همینه من میگم که شما لطف کنید اینا رو با دوستان خودتونم یا با لیست خودتون، چه دوست دشمن، من هر وقت می‌نویسم، چون فیسبوک یه اشکالی داره، نمی‌نویسه فرندز انمی، فقط نوشته فرندز. شما هر کی میاد اونجا فکر کنید دوستتون هست. دوستان اجازه بدید من اینو یکم نگه دارم، خود شما میتونید برید ببینید، فکر کنم اینو به همه نشون میده. میگه اولا 14,000 نفر فالوورز، یعنی ما رو دنبال میکنن، حالا یا دنبال طلبشونن یا واقعا از برنامه ها خوششون میاد. 190,407 پست ریچ دیس ویک. حالا من نمیدونم اینقدر مال ما، فکر نمی کنم ما اینقدر داشته باشیم. بعد نوشته 98,799 تا ویدیو ویوز دیس ویک. این فکر کنم مال کل ماجران، ولی خب این پایینش مال ما. این پایین که بعدا نوشته invite friend، دوستان دیگر رو دعوت کن، نوشته 12,026 تا، صفحه شما رو دوست دارن، 14,703 تا فالو میکنن، که این با این بالایی جور در میاد. در هر صورت اینم مردم تیوی الان بهترین موقع است اگه شما میخواین از تلویزیون مردم صفحه وبسایتش یا از فیسبوکش استفاده کنید. خیلی ممنون، متشکرم. ایشون هم گذاشت این، بله بله بابا دمت گرم، هم فیلم قاتل اهلی رو گذاشتی، اینا رو خودتون هم نگاه کنید. میدونم شما فیلم فارسی دوست نداری، ولی این فیلم ها متمایزه، فرق میکنه با اون فیلم های گنج قارون و الان هم اینا زدن به همون، رفتن برگشتن به همون فیلم های گنج قارون و اینها. خب اینجا دوستان اگه هنوز شماها کسی هستید که دارید از ویندوز 7 یا ویندوز 8.1 استفاده میکنید، ویندوز 7 رو دیگه سپورت نمیکنه و به زودی شما یه جا گیر میفتی نمیتونی برنامه تو داشته باشی. ویندوز 8.1 رو سپورت میکنه. اگه یادتون باشه باز یه مدتی که ویندوز 10 تازه شروع شده بود، این آقای بیل گیت و این شرکت مایکروسافت التماس پشت التماس، بیا آقای ویندوز 10 مجانی، ما میگفتیم نمیخوام بابا، ما که نوکر عمد نیستیم بیاین کرش کنه و باگ داشته باشه و اینها، برو شما آزمایشا رو انجام بده با اون SDK، نمیدونم چی بهش میگن، سافتویر یه چیزی، با اونا بعدن ما میایم. نامرد بعدن پولیش کردش 139 دلار یا 193 دلار. در هر صورت مردم تیوی الان قانونی میتونه به شما کمک کنه که ویندوز 7 رو بدونی که فایل و فولدر رو ایناتون هم از بین بره تبدیل کنید به ویندوز 10. اصلا نگران نباشید، چون فکر کنم تمام اونایی که ویندوز 7 استفاده میکنن انقدر جا دارن که ویندوز 10 رو استفاده کنن، چون ویندوز 10 شنیدم حجم کمتری میگیره، به همین خاطر شکل خوبی نداره. ولی مگه من و شما میخواییم بریم خواستگاری که دنبال شکلش باشیم؟ صورتش ممکنه خوب نباشه، سیرت خوبی داره ویندوز 10. اون پشت که نگاه میکنی CPU یوزجش و اینا خیلی کمه، خوبه، سریعه، یه چند تا اشکال به نظر من داره. مثلا نمیذاره شما ویندو رید کنی، پرفورمنس رو ببینی، کیه احتیاج داره؟ اصلا شما ممکنه تا قبل از اینکه من اینو بگم نمیدونستی که ویندوز 5.9 نه ویندوز ریتینگشه. اونم اگه بخوای میتونی دوتا بری اون ورتر. در صورت اونم اگه کسی میخواد، برای اینکه مفتخور نباشیم، روی این وبسایتی که اینجا الان نشون میدم paypal.com paypal.me/mardomtv از 10 دلار تا 10 میلیون دلار، ولی دیگه زیر 10 دلار اصلا حوصله منم نیست، از 10 دلار تا 10 میلیون دلار حمایت کنید از تلویزیون مردم تا من براتون اون
چیزی رو که ویندوز 7 رو میتونید تبدیل کنید به ویندوز 10 لیگالی بدون هیچ مشکلی. ما نمیگیم به شما یک کپی نمیدونم ویندوز 10 میدیم که فردا بهت بگن اون شمارهشو بده شما شمارهشو نداشته باشی، لیگالی میتونی اینو داشته باشی. اوکی، آقای عباس سعیدی هم قرار شد اولین جمعه هر ماه. و بله، این ماجرای پسوردهایی که فراموش میکنیم، شما هم حتما مثل من شدی دیگه، هی از اون ور بهت پیشنهاد میکنن پسورداتو نو کن. یادم ما تو کار بیمه بودیم، میگم آقا هر ماه پسورد تو عوض کن. اصلا اولین روز هر ماه یکی از مشکلات ما این بود که تو کامپیوترمون نمیتونستیم بریم. بعد دیگه همه تصمیم گرفتن هر ماه میذاشتن تاریخ همون ماه. یعنی مثلا من سال 2000 تو کار بیمه بودم، سال 2000 مینوشتیم 2000 مثلا 101، این جانویه 2000 بود، Y2K یادتونه؟ بله. من وقتی سوربی، وقتی من شما را در سه صفحه خودم شیر میکنم، تعداد دوستان و اعضای گروه من هم به آمار تماشا کننده های، ولو اینکه 10 نفر در صفحات من شما را تماشا کنن، اینا را نمیدونم حقیقتش. من حتی ازم پرسیدن که اگر ما یه یوتیوب لینکی بذاریم توی فیسبوک، شما بزنی روش کلیک کنی، آیا این به شماره های یوتیوب اضافه میشه یا نه؟ من فکر میکنم فیسبوک یه کاری میکنه، به خاطر همین لینک رو عوض میکنه، مثل این میمونه که ریکوردش میکنه خودش نشون میده. یه کارایی میکنن که به کسی دیگه اعتبار ندن. شما سه روز پیش دیدم اتفاقا برای من فرستادی که این فیسبوک و گوگل و سه چهار تا از این کله گنده آمازون و اون یکی دیگه کی اینا، اپل نیومده بود مسکه، یا بود اپل هم بود، خلاصه اینا تو حضوری نه مجازی تو مجلس یقشونو گرفته بودن، یه مش پیرپاتالی که اصلا کامپیوترشون رو بلد نیستن روشن کنن، اگه این دختر پسرای جوان تو مجلس نباشن از اینا یه سوالای میکردن، خیلی هاشون احمقانه بود، طرف از اون پرسید، بعد این زاکربرگ هرچی گفت، فکر کنم شما منظورتون توییتره، من مسئول توییتر نیستم. و اینا واقعا الان جهان دست گرفتن دستشون و هر جوری بخوان ما رو، من و شما رو میتونن بچرخونن. یه نمونهش بهتون بگم، شما میای همین برنامه‌ای که خود این سعید لطف کرد یاد من داد که تو کامپیوترمون بود و ما خبر نداشتیم، همه شما هم دارید ولی احیانا شما هم مثل من خبر ندارید. این حالا سعید میگه من اینقدر به تو یاد دادم آخر خط آخر اینجوری کج عکس میگیری، نه اینو با دوربین گرفتم. ببینید چون وقتی اسنپینگ تول رو روشن کرده بودم نمیذاش از خودش عکس بگیره. ببینید یه چیزی هست به نام اسنپینگ تول، حالا این کلمه اسنپ هم من نمیدونم به چی میشه، ولی یه قیچیه، شما یه صفحه رو یه چیزیش که میخواین و اینها اون قسمت رو مربع دورش خط میکشه قرمز هر چی بخواه. ببین همین این الان نوشته که اسنپینگ تول این فیوچر اپدیت، یعنی به زودی که ما به روزش میکنیم هیچی، ویل بی مووینگ تو ا نیو هوم، میرتش اسباب کشی میکنه توی یه جای دیگه. آقا ما پیرمردا نمیتونیم اینا رو، مخصوصا اگر انگلیسی زبان دوم سوم چهارممون باشه. این یکیش. یکی دیگه نگاه کنید اینجا، این مثلا مال فیسبوک. ببینید همشون به ترتیب همین آشغالا رو سر ما پیاده میکنن. ببینید این یکی، حالا شاید ریز باشه نتونید بخونید، من براتون بزرگش میکنم اینجوری تیکه تیکه، شاید بتونید بخونید. ببینید اینجوری یا بدتر شد نمیدونم، در صورت من براتون میخونم حرف من رو قبول کنید. نوشته page post is moving to an alternative experience for post creation. پیج شما یا این پیج داره میره تو آلترنتیو، یعنی جایگزین تجربه یعنی ما رو میکشونن تو تجربیاتشون. آقا من مگه موش آزمایشگاه هستم؟ من مگه خوکچه هندی شما هستم؟ شما برو آزمایش کن بعد بیا بنویس عوض شده ما میایم اونجا. اینم یکی دیگه شه باز. این یکی هم نگاه کنید مثلا مال فیسبوک، این یکی کانتنت لایبرری شما رو یا لایبرری خودشونو عوض میکنه. ببین چی میگه، اینم باز your content library is now in creator studio، یعنی اون وقتا
یه جای دیگه بود، حالا یه جای دیگه. اینی که صبح تا صبح که شما میای اول باید ببینی آمریکا یا اینجوری میکنن مثل صلیب دستشونو انگشت cross their fingers انگشتشون اینجوری میکنن که یعنی صلیب ساختیم، حالا یه جیززی هم باید بفرستن روی anyway که چیزی عوض نشده باشه و ما قادر باشیم باز کار کنیم. امروز جمعه است، الان هم ساعت 3:05 دقیقاً. اگه به شما بگن برو خبر مرگ یک کسی رو به همسرش بده، چجوری شما این خبر رو میدی که طرف قش نکنه، طرف نمیدونم زمین نیفته؟ این یه نمونه شما براتون پیدا کردم اینجا میفرستم شما نگاه کنید، امیدوارم که پیدا بشه توی این. بله پلیر یک میخونمش اگر احتمالا خونده نمیشه، چون یکی از دوستان به من گفت آقا عکسایی که شما نشون میدید نوشته هاش درست خونده نمیشه. میگه که محمد ببین جعفر فوت کرده، میتونی یه جوری به زنش بگی شوکه نشه؟ اون میگه آره، این دوتا طرف هم گذاشته، این میگه آره. این محمد میره میگه سلام آبجی، میگن جعفر رفته یه زن دیگه گرفته. همسر جعفر میگه خاک به سرم، الهی جنازه‌شو بیارن. فوری اینم برمیگرده میگه بچه‌ها جنازه رو بیارین. این پایینم جنازه آقا جعفر رو دارن میارن. اینا رو خب میتونن کوچیک‌تر کنن که ما بتونیم تو صفحه‌مون نشون بدیم، یا ما میتونیم دست از تنبلی برداریم و به این صورت به شما نشون بدیم، یا قبلش ضبطش کنیم و اینا. اون وقتا این کارا رو انجام میدادم، ولی الان دیگه متاسفانه چیز نمی‌کنم، یعنی وقتشو ندارم. این کامرای 3 ببینید اینجوریش میکنم دوتا دوتا بشه و ببین میریزه به هم، اگه آماده نباشه یک کارایی میکنه که ما نمیخوایم. خب اینم یک. حالا من این سفر آخری که ماه نوامبر رفته بودم آلمان، نه سفری که 3-4 سال پیش رفته بودم، رفتم دوباره اون برلین. و اون وقتایی که من اونجا بودم برلین شرقی داشتیم، برلین غربی داشتیم. بعد یه وقتی موقعی که دیوار ریخته بودن من رفتم اونجا، فکر کنم 1989 یا 91 و اینها بود. بعد یه بارم 3-4 سال پیش رفتم دیگه یادم نیست. و وقتی که میری اونجا اولا چه ساختمانای قشنگی تو آلمان شرقی هست، چون آلمان شرقی تا زمانی که شرقی و غربی شده جزو آلمان بوده. همین ور که شما میبینید این ساختمونا رو اونجا هم هست، با این تفاوت که اونا همینجوری قدیمی تر موندن. و برید ببینید، حتما اگر میرید آلمان از اون قسمتش که قبلا آلمان شرقی بوده دیدن کنید. میرید اون ور دیوار، همون خود اونجایی که دیوار هست جای دیدنی هست اینا. البته برای بعضی هم شده مکان درآمد. و این عکس‌ها رو نگاه کنید، یکی از دوستان فکر کنم آقای شادانلو امروز اینو گذاشته بود و نوشته بود که بالا یه بنزی محصولی از آلمان غربی 1988، پایینش عکس این ماشینا، نمیدونم چی بهش میگفتن، محصولی از آلمان شرقی 1988. بعد نوشتن که همان ملت همان سال اما با مدیریت متفاوت. واقعا مثال خوبی زدن. البته من به شوخی برای ایشون نوشتم که حالا جالب اینه که 10-20 تا از این ماشینا رو گذاشتن همون جایی که دیوار برلین هست. شما میری کرایه میکنی، یک دودی هم راه میندازه تو خیابون میچرخه، در صورتی که این بنزا که تازه حالا اینا هم کهنه است، این بنزا جدیدترش بیچاره تو خیابون وای میسن منتظر مسافر تاکسی هستن و اینها. ولی بله شما کاملا درست میگید، یا هر کسی که این عکس رو درست کرده، همون ملت همون سال اما با مدیریت متفاوت. دوستان این فیلمایی که من بهتون گفتم نگاه کنید، وقتی فیلمای ایرانی رو میبینید یه نگاه بازتری داشته باشید، به قول دوستمون پانورامیک ویژنز داشته باشید. به طرف میره تو بیمارستان، ببینید تو بیمارستان دکتره با مردم چجوری حرف میزنه، پرستاره با مردم چجوری حرف میزنه، مردم با مردم چجوری حرف میزنه. آقا یه دریچه‌ایه این بدبخت رو کردن مثل تو قفس، 4 تا سوراخ گذاشتن که یعنی یکی یکی وایسین تو صف. والا بلا اگه تو صف وایسین کارتون زودتر راه میفته.
حداقلش اینه که به جایی که هم به اون بگه خانم نوبت رو رعایت کن، این به جای این جمله کار شما رو انجام میده. طرف وایساده نوبتش شده، یکی دیگه میاد میگه معذرت میخوام. آقا چیکار کنم؟ این معذرت تو سرت بخوره، باز اونجا وایسه. نباید این جواب بده، باید اینا رو آموزش بدن. این همان ملت، دو تا دولت هست. شاه اشتباه کرد، نوشتن آموزش و پرورش، آموزش داد، هی رفت کتابا و نمیدونم عکسای چیرم آورد، پرورش نداد این ملت رو. همین جمهوری اسلامی چند مدت پیش دیدم درباره رانندگی اینا داره به مردم آموزش میده. این آموزش نیست، این پرورشه. این مردم رو میپرورانه تا از اون آموزشی که دیدن استفاده کنه. و این فیلمای ایرانی رو نگاه کنید. بله، ماشینشون اسمش ترابنت ترابی است، میگنش ترابی. بله، فکر کنم اون دوستمونم بود علی ترابی که هم دوره سربازی داداش من بوده و اینها، تا موقعی هم تو ترکیه بود انقدر منت ما رو کشید، همچین که اومد اینجا تنش خورد به تن این شاولایا، خر احمق شد. البته این از قدیم مواد مخدر میکشید، مغزش چیزه. فکر کنم این ترابی که میگن اون همون ترابیه. خب و اما اونو نشون دادیم، اینو نشون دادیم، اینو نشون دادیم، اینو نشون دادیم. دو چیز دیگه بهتون نشون بدم دوستان. اگر از اینترنتتون، حالا شنیدید همه تلویزیون سمارت تلفن دارن، چی دارن، سمارت تی وی دارن، فلان دارن، اینا شما میای میشینی اینترنت هم وصله، تلویزیون هم میاد روی وای فای و اینا استفاده میکنه، یادتون باشه حالا درست کیبلتون رو قطع میکنین، $30 $40 $60 به نفعتون میشه، از اون ور باید یه $10-$20 اضافه بدین اینترنتتون رو قوی کنین، یه اینترنت با سرعت بالا. یادتون باز باشه اینا وقتی هم به شما میگه ما به شما سرعت 1000 میدیم، نگاه کنید مال ما اینجا با سیم هم وصله. این پینگ، حالا بعضی ها ممکنه ندونن، خود من هم نمیدونستم، این پینگ خیلی مؤثره چون سرعت همون پینگ پونگه، از این ور به اونا میفرسته، از اونجا به اینا میگیره. دانلود 335 اینقدر مگابیت پر سکند، اپلود 407. ما چون استریم میکنیم اپلود برامون مهمه. شما اگه فقط میخواین تلویزیون تماشا کنین فکر کنم 100 خوبه، ولی 100 که میگیرین شب که همه میان میشینن نگاه میکنن، اون دیگه 100 نیست، میشه 30، میشه 40، میشه 20. اونا هم اگه بهشون زنگ بزنید میگه برو قرارداد تو بخون، ما گارانتی نکردیم. هر وقت میگم گارانتی یاد این آقای صبری حسنپور میفتن. صبری حسنپور یه مدتی من میومدم بالکریت استریمینگ میخریدم که هم به خودم کمک بشه هم به دوستان دیگه. میگفتم منی که مای $900 میدادم برای یه دونه، حالا میام 6 تا میخرم مثلا $1,200، بعد به دوستان میدم دونه $250، هم برای اونا خوبه هم برای خودم. ما این کارو میکردیم و بعضی هم راضی بودن. آقای صبری همون دو سه ماه اولی که اومد، حالا ایشون خیلی هم راجع به ویدیو و اینا میدونه ولی راجع به اینترنت و اینا نمیدونه، خلاصه گفت که سوربی جان من یه چیزی میخوام که 100% گارانتی باشه. گفتم برای چی؟ گفت این بعضی وقتا قطع میشه. گفتم شما تو آپارتمان زندگی میکنی؟ گفت گفتم خب وای فای این دیوار آپارتمان و ساختمون و آهن و فلان اینها ممکنه وای فای قوی نباشه، باید با سیم استفاده کنی اینتر به اصطلاح کامپیوتر. گفت نه آقا اینجا هست، به من میگن ما گارانتی میکنیم. گفتم آقا برو، اگه گارانتی میکنن شما برو، چون من میدونم دروغ بهت میگن من اول نمیام دنبالت، وای میسم بعد دو ماه اگه شما راضی بودی میام. همون ماه اول به هم زنگ زد، اونم خانم شیرازیه، خودش خرمشهری یا خوزستانی، گفت کاکو تو یه چی میدونستی یا وای 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 وای، صد رحمت به همون پرایم کست. ما اون موقع با پرایم کست بودیم، الان که خیلی ها مجانی بهتون میدن. در صورت داشتن یه جایی میگفتم اگه خواستید تلویزیون را بندازید من میتونم کمکتون کنم، یه چند ساعت هزینه پرداخت میکنید و به اصطلاح را میفته میره. پیام آقای خومبراف رو خوندیم. ترامپ رو دست کم نگیرید. همین کسی که میگفت جو بایدن بی خود میگه که من انتخاباتو به تعویق میندازم، الان خودش میاد به تعویق میندازه
و همین کسی که بارها گفته اگه انتخاب نشه حتما انتخابات خرابه، از میپرسن اگه انتخاب بشی چی؟ انتخابات خوبه؟ ببینید این آدم چقدر پوفیوزه، چقدر دروغگوه، چقدر نابکاره، چقدر شارلاتانه. مثل این که من به شما بگم که این پوله اگه بدی به من برم چی بخرم، پول درستیه، ولی اگه پوله رو بدی بخوای خودت بری پول تقلبیه. آدم اصلا نمیدونه چی کار کنه. بله خدا رو کولت، بعد از این همه سال بهتر مثال اسم را برای پینگ پیدا کردی. همیشه مشتری ها از من میپرسیدن پینگ یعنی چی، من نیم ساعت توضیح میدادم. من خونه قبلی که بودم یه همسایه داشتم، روز اولی که ما اسباب کشی کردیم اینا، اونا بعد از ما اومدن چون خونه نو بود، بعد از ما اومدن. وقتی اومد خودش معرفی کنه گفت اسم من پینگ هست. گفتم فینگ؟ گفت نو پینگ، لایک پینگ پونگ. بعد روزی که این کلمه پینگ رو دیدم این واقعا همونه. و بالاخره من تو مخابرات چیز دوره دیدم، مخابرات کرمانشاه دوره دیدم، این تلپروسسور بود چی بود، خدایا اگه یه روزی عکس و ایناش یادم بیاد نشون بدم خیلی چیز جالبی بود. به ما یاد داده بودن که شما وقتی یه چیزی میگی فکر نکن اون گرفت، باید مطمئن بشی اون میگیره. چجوری مطمئن میشی اون میگیره؟ با اینکه مطمئن بشی اون جوابت میده. من از همین اینام آخر حرفاشون راجر میگن، تنفور میگن و الی آخر. ممنونم بالاخره یه چیزی هم ما یاد سعید دادیم، مردم از بس ازت یاد گرفتم. خب اون ویندوز 7 رو اینجا نوشتم تو ویندوز 10، همت عالی و ولی دیگه از $10 کمتر امکان نداره. آقای خسرو بهرامی باز اینجا نوشتم از تهران تا قاهره و هوشنگ ناوندی، اینا رو توی قسمت مردمتیوی.com نشون میدم. دوستان ما برنامه های زندمون توی فیسبوک پخش میشه، برنامه های باز پخش و اینها توی مردمتیوی.com هست، به شما الان نشون میدم. و اونجا که شما میری یادت باشه فکر کنم تا 12 ساعت هم میتونی برنامه رو برگردونی عقب. اجازه بدید من بهتون نشون بدم. اینجا یک لحظه باید یه دفعه یه فیلم بگیرم، چون من تا اینو نشون میدم اون وقت مثل آینه موازی پیکچر این پیکچر میشه و اینها. ببینید این کمرای 2، این الان اومدیم تو مردم تیوی، اینجا من الان بله اینجا بفرما این والومش صداش نمیدونم، تویچ مثل که این کار نمیکنه، ولی وقتی با یوتیوب براتون پخش میکنم ما ستینگش رو یک کاری کردیم که میتونید برگردید ببینید طرف چی گفت. 12 ساعت میاد. بعد این تویچ اگه یه وقتی ما اینجا داشته باشیم کار کامپیوتری کنیم، مینتیننس کنیم، کلین اپ کنیم، برق رفته باشه و اینها. حالا دوستان میخندن میگن مگه تو آمریکا هم برق میره؟ بله همین دیشب تا امروز صبح 3-4 دفعه برق رفته. ما یه دونه باتری بکاپ داریم اینجا، ولی از روزی که این سیستم اینترنت اینجا رو باز تبدیل کردیم به بیزینس 2 باتری احتیاج داریم. اگه یه کسی اون وقتا یه دوست ایرانی داشتیم توی کارخونه باتری سازی بود برای کامپیوتر و این برای من اون فرستاد، ازش ممنونم. اگه کسی هست که توی اون کارخونه ها هست یا تو فروشگاه هست که میتونه یکی از این باتری ها رو، و توی اون باتری هم ما هیچ چیزی نمیخوایم وصل کنیم، فقط یه مودم و یه راوتر، چون اینجا اکستندر و اینها داریم، اینا با باتری هستن، یعنی الان اگه برق بره مانیتور هم کار میکنه، کامپیوتر هم کار میکنه، اکستندر و اینها همه کار میکنن، ولی اون قطع بشه بیچاره میشیم، ارتباطمون از بین میره. درصد ما امروز تا میتونستیم گدایی کردیم. این گدایی نیست، این افتخاره. چیزی که من با اون دکتر که چی بود، آقایی بود کی بود، یاد دادم ولی یاد نگرفت. گو آقا من نمیدونم، همه اینا میگن زنمون طلاق گرفته پدرمو درآورده. آقا تو پدر زنه رو درآوردی که ازت طلاق گرفته؟ بعدم بلده تو آمریکا اومده به اصطلاح چیز گرفته، چی میگن، حقشو گرفته. این از این. و چی بود، مجتبا آقایی اون داداشش بود، یکی دیگه دکتر، دوتاشون دیوونه هستن. بهش گفتم آقا من، تو میگی پول ندارم، من قبول دارم، برو 3 ساعت دم یه مترو، دم یه اسکا اتوبوس وایس و روی کاغذ انقدی بنویس من احتیاج به پول دارم، میخوام یه برنامه آگاهی داشته باشم در یه تلویزیونی، $60 احتیاج دارم، $100 احتیاج دارم.
ببینم مردم آمریکا چجوری تو را از رو میبرن، ولی دروغ میگی. آقا محمدی یه چیزی اینجوری بود، حالا هرچی بود، مردی که میمد مینشست ویدیو میگرفت طرز تهیه نمیدونم تحچین و اینا، آقا اونو بذار جواد جوادی که این کارشه، تا اگه میخوای حرفی بزنی دکتر آسیب شناسی بود دیگه، چی براتون دارم. بله. و ترامپ انقدر من خندیدم، باور کنید از اون روز عصر که این آمد و گفت که میدونید دکتر فاوچی هفته پیش، این خیلی مهمه که تو صدات بزنن، صدا رئیس جمهورا میزنن، صدا آدم های فریخته میزنن، صدا قهرمان ها میزنن، صدای بچه های خیلی موفق میزنن، از اون برم صدای یه بچه که سرطان داره داره میمیره میزنن که دیگه آخر عمری، مثلا این توپو براشون توپ بیسبال، این توپ این بیسبال هم مثل هفت سنگ میمونه، حالا پینگ پونگ رو یاد گرفتی، این بازی بیسبال همون هفت سنگ خودمونه، ما چوب چماق نداشتیم، اینا چوب چماق هم دارن. در هر صورت این توپ رو پرت کردن خیلی مهمه و بازی بیسبال واشنگتن اینجا رو دکتر فکر کنم واشنگتن بود، دکتر فاوچی رو گفتن بیاد، چون دکتر فاوچی تو هفته های گذشته این پول یا نظرخواهی نمرش خیلی بالا و از اون ور نمره ترامپ خیلی سقوط کرده و همین دلیلی که داره عجز و ناله میکنه، بلکه به تأخیر بندازن انتخابات رو و هنوز در تاریخ آمریکا به تأخیر نیفتاده هیچ وقت، و ولی انتخاب شده به قسمت سوم در دوره جنگ، فکر کنم جنگ آیزنهاور در دوره آیزنهاور بوده، اون چیزی که آقای قمر باف گفت در دوره جنگ، چون جنگ بوده گفتن که دیگه حالا انتخابات نداشته باشیم، یه بار دیگه هم تو باش تا تکلیف معلوم بشه، این بوده. و وقتی که ترامپ آمد صحبت کرد گفت که بله این فاوچی خیلی بالا نمرش، من خیلی پایینم، من نمیدونم چرا هیچ کس منو دوست نداره، باور کنین میخواست بشینه زار زار گریه کنه. حتما برید اون مصاحبهش رو با مایک والاس نگاه کنید که چجوری حتی مایک والاس ریپابلیک تندرو اینو تو کورنر نگه داشته و میگه آقا این مزخرفات چیه. بعد بلا فاصله ترامپ میگه که البته دکتر فاوچی هم جزء ادمنستریشن ما، ادمنستریشن همون هیئت امنا میگیم، ادمین اینها اینا هست، در صورتی که اینم دروغ میگه، اگر دست این بود اینو اخراج میکرد، این تنها کسیه که این نمیتونه اخراجش کنه و به همین دلیل هم تا حالا تحملش کرده، ولی از این ور اونور زیرابشو میزنه، تو مصاحبه نمیذاره بیاد و اینها تا بماند. البته خود دکتر فاوچی هم من بارها گفتم اگه آدم خوبی بود، انسان شریفی بود، همون اول میومد کنار با این سوشال میدیا، با توییتر و اینها وای میساد چی میکرد. باز هفته گذشته، دو سه روز گذشته، این شالاتان نابکار احمق، یه زن سیاپوست نمیدونم از انگلیسی من بدتر، نمیدونم دکترا از دامینیان ریپابلیک گفتن دامینوز پیتزا، از اونجا گرفته آمده گفته که این زنه کسیه که میگه که خانم ها اگه حامل شدید شوهر موهر ندارید، این الینا اینا موجودات فضایی حاملتون کردن، این کسیه که اینقدر حرفای مزخرف زده که آدم نمیخواد حتی اینقدر مموری مغزشو بذاره براش. همین اومده بود گفته بود که ماسک نزنید و اینجور و اینجور، این شالاتان هم اومد همینی گفت بعد از اینکه خودش گفته بود ماسک بزنید و همه بهش حمله کردن، گفتن اینجوریه، جوری که فرار کرد. بریم ببینی سعید جان، تو که همه لطفی کردی، این لطف آخری هم انجام بده. اونجایی که ترامپ ران اوی فرام پرس، این خانمه آفرین و آفرین به خبرنگارای دیگه، چون وقتی ترامپ خواست جواب اینو نده و از اون زرنگی خاص خودشون استفاده کنه، اشاره کرد به یه خبرنگار دیگه، اون خبرنگار سوال نکرد، یعنی این دنباله سوال اینه، اینجا میگن follow up question، یه سوال که میکنی اگه طرف یه چیزی گفت میخواد در بره، مثل آقا رضا پهلوی، من از این سوال کردم شما شاه هستی یا نه، گفت حالا ببینیم مردم فلان اینا، فالو اپش این بود، بهش گفتم اگه مردم به شما گفتن شما قیافت با عمامه خیلی خوبه و بیا باشو ولایت فقیه چه کار میکنی، اگه مردم به شما گفتن بیا باشو سفور چه کار میکنی، پس تو دروغ میگی احمق تنبل، دروغ میگی که میگی مردم، و کجای دنیا تا حالا مردم اومدن به یکی گفتن بیا رئیس جمهور باش،
داستان هست که بله کبوتر میپره یا حالا فضله میندازه رو سر یکی یا میاره میشین روی یکی اون میشه شاه. ولی تا حالا کجا بوده؟ میان جلو رشادتشون رو نشون میدن، شامتشون رو نشون میدن. میخواین زنگ بزنیم به این شماره تلفنه 760، اینو میگم بنویسید، شما اگه وقت داشتید زنگ بزنید بهش بگید کجات میسوزه. 700 معمولا اینا از شمارهای بهش میگن اسپوف نمبر، شمارهای قلابی یا کارتای قلابی، چون اینا اگه شجاعت داشتن، شجاعت داشتن، خب ما که میگیم آقا بیا حرفتو بزن، زنگ بزن با من قرار بذار، بیا تو برنامه حرفتو بزن. مگه آقای نیساری من باهاش مخالف نیستم؟ دوباره آقای نیساری و آقای آپتین، اولا آقای آپتین آپتینیسم، آقا ول کنید تو رو خدا، اینقدر ایزم و حزب و مارکت و اینا داریم، شما به یکی از همونا بچسب. آپتینیسم دیگه چی چیه؟ آپتنی. بعد میگه که شما یا اعتصاب کنید یا ما میام در پنجرهتون میشکنیم. میگم خب تو چه فرقی با حزب الله داری که میگه یا بیا نماز جمعه یا روزه بگیر یا میزنیمه؟ و واقعا تعجب میکنم که آقای نیساری تازه رفته زیر علم و کتل آقای آپتین. میگم آقا این آقای آپتین برای 50-60 دلار که برنامه پولش نمیخواست بده، رفته بود نوشته بود سوربی مزدوره. میگم آخه چی بگه آدم به اینا؟ بگه جاکش قرم سامن؟ واقعا نباید بگه آدم، حیف فوشار. آخه شما که اینجوری امروز میکنید که قدرتی ندارید، یه قدرت چوسکی اینترنتی یاد گرفتی که خودت به من گفتی آقا من چیزی بلد نیستم. بعد میگه این سوربی نابغه کامپیوتر، اومد تو کامپیوتر من. میگم آقا من نابغه کامپیوتر نیستم، شماها که معمولا تنها هستید و پورنو اینا نگاه میکنید، این وبسایت های پور که چاینیز هستن و راشن هستن، اینا میان. این آقای حمید دوست ما میومد کارهای کامپیوتری انجام میداد، خیلی ممنون ازش. یه معرفیش کردیم به یکی از دوستانمون که برای اونم یه کاری انجام بده و اینها. بعد اومد گفت که این به من هی میگه که من یه وبسایتی میخوام ولی مثل وبسایت سوربی نباشه ها. گفتم آخه وبسایت سوربی که خیلی خوبه، تبلیغش هست، شماره تلفنش هست، اینه. گفته نه آقا عکسای سکسی نشون میده. گفت من روم نشد، این آخه مثل داداش بزرگ منه، بهش بگم آقا اون عکس سکسی نشون نمیده، شما عکس سکسی نگاه میکنی. بعد که برمیگردی کامپیوتر چون خیلی دوستت داره فوری عکسای سکسی رو میاره. و الا اینجا آقا ما صبح جو بایدن نگاه کردیم، ترامپ نگاه کردیم، الان میگه جو بایدن و ترامپ، این و نمیدونم کامپیوتر نگاه کردیم، الان میگه دل و اچ پی. داشتم میگفتم 599 دلار یه دل از کاسکو یا 699 دلار یا یه اچ پی 599 دلار. ولی اچ پی فکر نمی کنم اصلا بشه دوتا هم وصل کنیم. یه وی جی ای داره، وی جی ای رو وقتی وصل میکنید شما با این مانیتورهای جدیدتون، کیفیت صفحه از بین میره، میشه مثل اون موقعی که داس دیسک آپریتینگ سیستم استفاده میکردی. خب دیگه چی داریم اینجا؟ کانفشن هم براتون سعید فرستاد، ممنونم از سعید. و اینا همه رو خوندم، اینجا چیزی نداریم. زنگ بزنیم به این آقای ببینیم حالا شعور داره که صحبت کنه یا میخواد فوش بده. و اینا اینقدر احمقن. خب شما تا فوش میدی من قطعت میکنم و بعدم بلاکت میکنم. ببینیم حالا اینو باز بیاریم برای این، ما میزنیم به طرف خودمون. شمارش گفتم چنده؟ بگیم تلفن. اینجا هم یه شماره بزنیم. یه جوری زنگ میزنیم؟ کال از هفتصد و شست. بله هفتصد و شست، هفتصد و پنج، هشتاد و هشت، هشتاد و هشت. فکر کنم این باشه، شادم این نباشه چون این شماره به این روندی نبود. حالا ببینیم، فعلا داره allow microphone access. اوکی وای وای، ها کسی زنگ میزنه بدون مایکروفون؟ This telephone number is used by Google to place phone calls for authentication. سو
سوربی هستم از تلویزیون مردم، میخواستم با شما تماس بگیرم روی برنامه صحبت کنید که تلفن شما خیلی جیمز باندیه. هر وقت دوست داشتی زنگ بزن با هم صحبت کنیم ببینیم شما مجاهدی، طرفدار پادشاهی هستی یا من اصلا این شماره دارم اشتباه میگیرم. در هر صورت شماره تلفن ما هست 202-695-2573. بازم ممنون که برنامه رو نگاه میکنی. من اونایی که اتفاقا با زجر رو مشکل میشنن نگاه میکنم بیشتر بهشون احترام میذارم، چون میدونم چه دردی میکشن. خب موفق باش. اینم از این اوکی. یا شاید هم خودش قطع کرد، نمیدونم. در صورت یه روزی زنگ بزنیم. ساعت 3:30 است، یعنی من 90 دقیقه با شما بودم. بستونه یا بازم ادامه بدیم؟ یه کمی این چیزایی که گذاشتم اینجا براتون بخونم. بله، میگه که اونها ویدیو رو دانلود کردن، بسیار عالی. حتما الان کانون آوا میذاره به صورت بایگانی برنامه ای رو که ما امروز از ساعت 12 تا 1:30 داشتیم با آقای امیر، سید امیر موسوی. خب، نیو کرونا ویروس کیسز ماست استی اندر 3% فور اسکول تو استی اوپن. میدونید یکی از تلاشای دیگه ترامپ اینه که مدارس رو باز کنه، میخواد مردم رو مشغول کنه که از این مسئله انتخاب، یعنی کرونا و اینکه این نتونست درست هندل کنه، یعنی درست این آخوندا، همون ماجرای آخوندا، همین ماجرای اینه. اونم گفت خبری نیست، دلتون به خدا باشه، امام زمان فلان بیسار. حالا دیدید که 16,000 نفر تا دیروز پریروز بوده، حتما حالا بیشتر شده، و 26 تا استان، اگه 35 تا داشته باشیم 26 تا استان جزو هاتن، یعنی هات اسپات. و اینجا هم وضع خوب نیست اصلا توی آمریکا، حالا ببینیم چه خواهد شد. ولی امیدی به ترامپ نیست. ترامپ یه آدم نادانه، یه آدم ناشایسته است که هیچ وقت در زندگیش کاری رو انجام نداده با موفقیت. اینم اگر فکر میکنید پول داره که پول نداره، اگه داشت که خودش با آب آتش نمیزد، اگه داشت که حساب کتابش نشون میداد. اینم برای این بوده که میلیون ها دلار ارث بهش رسیده، سر دولت، سر من و توی شهروند کلا گذاشته، میلیون ها دلار تکس کم داده، مالیات کم داده، همو پولارم خراب کرد رفت. ایشون پول نداره، آه نداره که با سودا، چی میگفتن؟ آه نداره که با ناله سودا کنه، یه هم چیزی. خب، wonder if anyone has any recommendation for a small event space of our house rental in this area. Unfortunately, آها، این میخواد ازدواج کنه، دنبال یه جایی میگرده. ازدواج توی اینترنت الان انجام میده، اون قسمت های جشن و اینا شو، قسمت های بعدی شو هنوز اینترنتی نشده. خب بذارید من این مردم تیوی رو ببندم، این یکی هم اینجا ببندم و برای شما این خبرها رو باز کنم. و بله بله، باورتون میشه؟ اولا آقای زمانیان از ایران زودتر از همه شما ریسپاند میکنه یا جواب میده، میگه که بازم باش کاکو، زوده، کجا میخوای بری؟ چشم، تا 1 دقیقه 2 دقیقه به 4 با شما خواهم بود که امروز برنامه آقای ارشاد سر ساعت 4 پخش کنه. بعد این آقای اکبر شیرازی، همون آقای اکبر اکبریه که بالاخره تصمیم گرفت بنویسه اکبر شیرازی، چون بهتون گفته بودم که اکبر اکبری اسم مستعارشه و من همیشه اینایی که مثلا اسمشون ناصر ناصریه، امید امیدوار، نمیدونم جعفر جعفری، میگفتم بابا مامان اینا اسم دیگه‌ای بلد نبودن که مثلا فامیلیش جعفری بوده، اومده گفته اسم چی بزنیم، گفته وای چه کار مشکلی، فامیلیمون چیه؟ جعفر، اسمش هم بذار جعفر، جعفر جعفری. خب اینم از این. بگو کاکو من دیر رسیدم. چش تا 3-4 اینجا هستم، چیز دیگه ای ندارم، باز همون یه دوربین سونی میخوایم بفروشیم که ترجیح میدیم داخل آمریکا باشه چون پول پست و اینا ارزون تره. بعد منتظر حمایت هستیم، حتما حمایت کنید. میخواستیم زنگ بزنیم به یه آدمی که زنگ زده بود فوش داده بود، میخوایم بهش بگیم به قول احمدی نژاد نادان کجات میسوزه، حالا بگو شاید آب بریزیم برات خنک بشه.
صحبت از احمدی نژاد شد. احمدی نژاد یک نامه ای گویا نوشته بود و این روزا این آدمی که دوست داره خودشو نشون بده. من بهتون گفتم برعکس تمام اینایی که میان حالا رفته زیر ابرو رو برداشته، موها رو رنگ کرده، سیبیل و فلان و ماتیکم زده، صورتشم آرایش کرده و کت شلوارم از فلانی از خوشرویی قرض گرفته، اومده شیک شیک مثل دامادا نشسته اینجا، من میگه ما نمیخواستیم در تلویزیون باشیم، جبر زمان ما را عوض کرد. چی بود این شعر حافظم میخونه؟ میگم آقا برو ننت شوهر بده، من و شما کرم داریم، عاشق میکروفونیم، عاشق تلویزیونیم، کی دست منو گرفته بیاره تو تلویزیون؟ کی منو با زنجیر بسته به اینجا که بشینم؟ دروغ میگید. بیان بگین خیلی هم دلمون میخواد، والا من از این جمعه که میرم تا اون جمعه هر روز فکر میکنم جمعه میخوام بیام جلو تلویزیون. حالا داشتیم راجع به چی میگفتیم اصلا؟ بمانم آکاکو خودمم عکست دیدم، این عکسشم مثل شمایزاده میمونه قیافش، و اینم از اون بچه های تخصه ها شمار چارم خدمت کرده، درست میگم؟ شمار چارم پیاده بود، ما هم جز پیاده بودیم. خیلی ها فکر میکردن که هوا برد جز به نیرو هواییه، در صورت که همچین چیزی نبود. فکر کنم هوا نیروز هم جز به نیرو هوایی نبود، هوا نیرو نمیدونم دیگه، الان یادم رفته. اینم مثل رشته برق که هرچی بلد بودم رفته اینجوری. در هر صورت نمیدونم راجع به چی شد اینو گفتم، ولی بعضی وقتا انقدر حرف میاد تو سر و زبون که این ارتباط اینجا با اینجا قطع میشه. بچه که بودیم یادمون میگفت آقا داد نزن، فاصله دهان به گوش یه وجبه. میگفتم من که نمیخوام برای خودم حرف بزنم، میخوام به گوش تو برسه، و چون تو کری بلند حرف میزنه. آه یه ماجرای براتون بگم، حتما شما دیدید من بیشتر وقتا خودکار قرمز دست میگیرم، و اون خودکار قرمز، خودکار این جلش قرمز، خودش سیاهه، و حتی وقتی هم که یاد داشتامو با چیز مینیسم، با مشکی و آبی و اینا مینیسم، جایی که میخوام امفسایز یا تأکید داشته باشم میام با قرمز اونو نشون میکنم. من 16 سالم بود، کلاس اول هنرستان که میشد کلاس دهم. ما سیستم قدیم بودیم، 6 سال میرفتیم دبستان، یه دفعه از دبستان ما رو میپروندن تو دبیرستان با یه آدمایی که دو برابر خودمون سنشون بود، هیکلشون بود. این مدرسه راهنمایی خیلی فکر خوبی بود، هر کسی انجام داد. 5 سال بچه‌ها بعد میان میدل اسکول، مدرسه راهنمایی، بعد میرن های اسکول. ما نداشتیم میدل اسکول. خب ما 3 سالی که اون مدرسه احمدی رفتیم، 7م، 8م، 9م، نمیدونم چون جای فقیر شیراز بودیم، فلکه خاتون و دروازه قصابخونه و آسونه سید علاءالدین حسین و اینا، به ما رسم فنی یاد میدادن و ما کارگاه هم داشتیم. یعنی انگار یه جوری هنرستان بود. نمیدونم تو مدارس دیگه هم بود اینو، شما چون تو سیکل اول که رشته نمیخوندید که، همینجوری میرفتید تا رشته انتخاب کنید به اصطلاح، بعد ببینیم میخوای بری طبیعی، ریاضی، ادبی یا بری مثلا فنی. و ما چون کارگاه داشتیم، نجاری داشتیم، آهن نمیدونم میسابیدیم و اینا داشتیم، تراشکاری داشتیم، رسم فنی هم یادمه آقای چیچیفر که یعنی جوان برنافر، این فامیلیش یه چیزی دیگه بود، نمیدونم خرگا چی بوده، عوض کرده و گشت بود برنافر. خیلی هم آدم خوبی بود، یعنی با بچه ها دوست بود، مثل داداش بزرگشون بود. این معلم رسم فنی ما بود و من این انقدر قشنگ درس داد، من یادم روز اول یک کبریتی رو از جیبش درآورد، همه معلم‌ها سیگاری، یک کبریتی رو درآورد، همین چیزی که من به شما میگم، به ما نشون داد، گفت شما چی می‌بینید؟ ما گفتیم مثلا نوشته کبریت بی خطر، پشتش رو نشون داد، گفت نه من اینو می‌بینم. به این بغلی‌ها گفت شما چی می‌بینید؟ اونا گفتن اون قسمتی که بارود داره. گفت نگاه کن این ورا این و اینا، این سه ضلع هر جسمیه، شما سه بعدی که میگن 3D، اوکی؟ هر کسی با دیدن سه بعد از یه چیزی میتونه اون جسم رو مجسم کنه. وقتی میخوایم مجسم کنی بهش میگن چشمنداز یا پرسپکتیو.
من تو این خیلی خوب شده بودم یا فکر میکردم خوبه، ولی خوب بودم که معلم اونم یعنی به اصطلاح نمره های خوب میداد اینا. ما آمدیم اول در هنرستان رشته برق، رشته برق با سال اول با وجود که شما رشته برق هستی یا 4 ماه و نیم 6 ماه یا هم چیزی اول یا همه سال اول میری رشته تراشکاری و اینها، چون همه باور داشتن که تراشکاری اصل کاره. یعنی همین که شما مثلا من بهت میگم اینو درست کن، اینو درست کن، این از صنعت فلز و تراشکاری و اینا میاد و توی صنعت صنایع مادر هم این ریختگری یاد بخیر آقای چاوشی بود اونجا ریختگری و اینا بود و اینا، خلاصه ما رو میبردن یاد میدادن. توی حالا درسامون داشتیم درس فنی، رسم فنی، حساب فنی، نمیدونم فارسی خیلی کم، زبان خیلی کم، ریاضی فلان بیسار اینها. یادمه اولین روزی که معلم رسم فنی ما آقای خورسندی آمد، خورسندی هم جدید بودن، جدید یعنی کسایی که از احمدی نژاد داشتی میگفتی، خیلی کوتاه گفتی از احمدی نژاد، دمت گرم باری کردی. حالا اینو بگم بعد برگردم احمدی نژاد، با قرمز اینجا می‌نویسم احمدی نژاد. اوکی مرسی. آره من از این بود گفتم تلویزیون، گفتم ما دوست داریم. احمدی نژاد هم عاشق خودنمایی و در صحنه بودن و اینها است و حالا میبینید که چقدر سر صدا میکنه، در صورتی که همه این ماجراها از گور خودش، آتیشش از گور خودش میاد. اینو میخواستم بگم. نامه نوشته برای شیخ محمد، آقای امیرحسین لادن یه نامه ای در یه مقاله درباره نامه ایشون نوشته. اگر چیز دیگه ای نباشه هفته آینده در اون مورد صحبت میکنیم. حاج معلم هم ناظمتون بود. بله حاج معلم ناظم بود، اکبر نوبختیان مدیرمون بود و یکی از شاگردای من مهدی پسر همین حاج معلم بود. خب ما کلاس دهم بودیم و آقای خورسندی اومد یه پوشه انقدی آورد و گفتن این کلاس رسم فنیه، نشست یه چیزی خواست بکشه، مثلا خواست مکعب بکشه، اینقدر بد میکشید، خطا رو کج میکشید. شما وقتی میخوای خط بکشی بالای تخته رو قیاس میکنی، اینجوری به موازیش میری. بعضی معلم ها حتی دستشون رو، این دستشون رو میذارن، مثل نقاش ها که دستشون رو میذارن که قلم زمانیان میدونه که قلمشون به چیز نخوره و اینا، این دستشون رو میذارن با اون میکشن. بعضی از معلم ها یه تیکه بند تو جیبشون بود، آقای گلشنی وقتی میخواست یه دایره بکشه اینجوری میکرد که یک دایره میکشید از پرگار بهتر. این آقای خورسندی یه چیزی کشید خیلی بد، گفت این مکعب رو که میبینی، ولی مکعب رو مکعب کشید. شما مکعب رو وقتی میکشی تقریبا میشه مکعب مستطیل، چون یه زلش کوچیک میشه، اون زلی که 45 درجه قرار میگیره. من بهش گفتم که فکر میکنم اونو شما باید نصف میکشیدی. یه نگاهی کرد گفت بیا بکش بینم این بغل. من رفتم قشنگ این مربع رو کشیدم، نصفشو کشیدم، یه مربع دیگه بدونی که حالا اون مثلا مربع دومی رو که میخواست بکشه کشید بعد پاکش کرد، ولی شما مربع اولی رو اگه بکشی مربع دومی رو بکشی دیگه داخل این نباید بیا. خطاشو زدم و گفت بله بله. حالا بازم خدا پدرش بیامرزه، از اون معلمای نبود که بگه نه برو بشین بچه پررویی نکن، یا بگه من کشیدم اشتباه بفهمم کی بلده. گفت بله بله درست میگی. شما از کجا اینو فهمیدی؟ گفتم من قبلا رسم فنی شاگرد آقای برنافر بودم. گفت خب همینجا وایس. گفت همینجا وایس. یکی از این کاغذایی که آورده بود یه زونکن میگفتن، نه پوشای بزرگی بود بندم میپیچیدن، یکی از اینا رو داد به من گفت شما اینو بکش. پرسپکتیو بود، کشیدم. بعد به بچه‌ها گفت که اوکی حالا شما، گفت شما برو بش. ما رفتیم نشستیم، گچو داد به من، این گچو که میدن دست، این اولین گچی بود که من به اصطلاح به عنوان معلمی گرفتم دستمو کشیدم و اینا. گفت حالا شما برو بشین و همتون اینو نگاه کنید، این جسم به اصطلاح تصور کنید روبرو رو بکشید، بغل پروفایل بکشید، از بالا هم نگاه کنید پایین بکشید. به این میگن سینما، سه تا نماشو بکشید. خب ما کشیدیم و بعد بچه‌ها بعضی‌هاشون اشکال داشتن و فلان اینها. خلاصه این وقتی من داشتم پرسپکتیو میکشیدم، من دیدم این رم نشست اون بالا، یاد چی بود تریبون نه چی بگفتن بهش، میز معلم‌ها یکم بالا بود از یه
پله میرفتن بالا، یه سکویی بود، بعد اونجا نشست و دیدم داره کاغذاش چی میکنه، فکر کردم داره مثلا ساعت قبلی رسم فنی بچه ها رو تجیه میکنه. اینا نگو که اینا یه بزازی داشتن سر سراغ پهلوی، اسمش هم خورسندی بود، با برادراش، و اونا چون کاسب بودن این حساب کتاباش رو میآورد سر کلاس ها انجام میداد، و این روش این بود که پیدا میکرد کی بهتر از دیگران بلده، اونو میذاشت سر کار. خود اینم خیلی استادی میخواد که شما یه نفر رو بفهمی اون میتونه. و دوستان این یاد دادن چنان لذتی داد به من که من اون جلو وایستادم، این دارم بهتون میگم، اون جلو وایستادی همه به تو توجه میکنه، هر کسی دوتا چشم دوتا گوش داره به تو توجه میکنه، و تو باید اینقدر اینا رو قشنگ مهار کنی، نگه داری که یکیش برات سنگ نندازه، یکیش با ماشک ما میگیم، شما میگین ماش، یا این کاغذ رو اینجوری میجویدیم یکم هم توف بهش میزدیم که درد بگیره، میکردیم تو لوله خودکار شوت میکردیم با پشت سر معلم بیچاره. خب دیدم این هنر رو هم دارم من، این همون چیزی که با آقای سعیدی گفتم، گفتم آقای سعیدی شما نیا بگو که نمیدونم من 5 نفر بودن، همون 5 نفری هم که بودن آقای اکبری یه چیزی گفت، گفتی آقا این سوالت کپک زده، من یه چیزی گفتم گفتی این نظرت کپک زده، خب همه ما کپک زدیم، فقط تو بلدی، خب ما هم دیگه حرف نمیزنیم. بعد گفت اشتباه کردم، زنگ زد عذرخواهی کرد آقای اکبری، منم ازش عذرخواهی کردم، گفتم نشونه بزرگیته. هفته اول میشه جمعه آینده با آقای عباس سعیدی هستیم. برگردیم به این کلاس درس و اینا، حالا میخوام تازه برسونمتون به این خودکار قرمز. حالا اون خانم ماندانا تازه از راه رسیده میگه که خیلی حرف میزنی، بپکی ایشالله. خب و تقریبا کلاسای هنرستانم 2 ساعت 2 ساعت بود، یعنی 1 ساعت و مثل 45 دقیقه می رو. یادم نیست خلاصه هر چی بود 8 ساعت ما 4 تا 2 ساعت می شد. این آخرای کلاس که داشتیم چی می شدیم اینا، گفت که خب همه کشیدین اینا، اسماتونو بنویسید، کاغذاتونو جمع کنید، و مبسه کی بود؟ آقای رئیسی بود فکر کنم، رئیسی، آره پسر خیلی بلندی بود، خیلی آدم خوبی بود. خلاصه به مبصرم گفت کاغذها رو جمع کنین، بعد به مبصر گفت کاغذها رو بده به سروبی، شیراز ما میگن سروبی، گفت کاغذها رو بده به سروبی، آقای سروبی، سروبی اینا رو اشکالاشون رو با خودکار قرمز براشون بکش، بعد بیا به من بده نمره، من بهشون میدم، یعنی حالا یا هفته آینده یا مثلا ببرم توی کلاس دیگه ای بهش بدم. خلاصه 30-40 نفر بود، برای من ورق تحصیل کردن اینا بلد نبودم. بمانه این شد که ما رابطمون با خودکار قرمز شروع شد، خودکار قرمز گرفتیم که بتونیم برای بچه ها بگیم که اون چیزی که پشت نمیبینی ولی وجود داره خط چین بکش، اون چیزی که نمیدونم اینجوریه نقطه چین بکش، و الی آخر هاشور بزن، سایه بزن، اینا رو کشیدیم و نوشتیم و نمره دادن رو دادیم به آقای خورسندی. این خودکار قرمز، یکی از دوستان تیزبین مثل شما دیده این خودکار قرمز دست من گهگاهی و شنیده من دبیر هستم، به من اول $100 ریخته به حساب مردم تیوی، بعد به من زنگ زد پیغام گذاشت که آقای سوربی میدونم شما گرفتاری، قشنگ اسمشو گفته پیامشو گذاشته، من $100 ریختم به حساب، نه برای اون $100، اگر وقت داشتی به من یه زنگی بزن، من یه کاری برای شما دارم. ما به عنوان احترام زنگ زدیم تشکر کردیم و گفتیم که بفرما، گفت من دیدم شما خودکار قرمز دسته و دبیر هستی، اینها میخوام این دفعه به جای قلم و کاغذ و اینها تحصیل کنی، برای من یه ویدیوی تماشا کن و به من بگو به نظرت این ویدیو چه اشکالی داره. گفتم ویدیو چیه؟ گفت مال روح الله زم، اون اعترافی که میکنه که خیلی هم بهش چیز کردن، چون دیدم شما گفتید که به نظر شما همچین چیزی هم نبوده، اینجا طرف همین فیلم مصاحبه ترامپ رو ببینید، حالا البته این حتما این بر اون وقت قتل مطلب انجام داده، ولی ببینید رئیس جمهور از دست پرس، از دست خبرنگار فرار میکنه و اون طرف نشسته خیلیش بگو بخند صحبت میکنن اینها. گفتم باشه من اینو دیدم، نظراتم هم گفتم،
گفت حالا اگه لطف کنی یه بار دیگه، این دفعه مثل ممتحن. ممتحن کسی که امتحان میگیره. گفتیم چشم. چون گفته بود نگاه کنم، چند دقیقه بیشتر نیست. این فیلم رو که من نگاه کردم دیدم این دفعه یه چیزای دیگه متوجه شدم. حتما شما برید نگاه کنید توی فیسبوک مردم تیوی هم گذاشتم. اگه دقت کنید وقتی که این مصاحبه کننده نمیدونم چیه بی تعارف یا همچیز با این روح الله زم صحبت میکنه، یه جایی یه چیزی میگه، روح الله زم میگه نه دیگه آدم ها خیلی مهمی هم بودن که ما نمیگیم، حالا چون اگه بگیم ممکنه از من شکایت بکنن. دوستان نگاه کنید، کسی که دارن اعدامش میکنن یا این مصاحبه مال قبل از اعدام، قبل از حکم اعدامه که دارن جنس مونده به عنوان جنس تازه به خورد ما میدن، یا این که اگر تو رو دارن اعدام میکنن حالا دیگه تو نگران هستی که اسم فلانی رو بگی اون بیاد تو رو سو کنه یا شکایت کنه، بعد کسی رو که دارن اعدام میکنن دولت شاکی هست، این مجرمه که آدم ها رو ریخته تو خیابون، آدم ها رو اینجوری فلان، من اگه بخوام شکایتش کنم باید برم با کجا شکایت کنم؟ و برم به دادگستری شکایت کنم؟ حضور محترم قاضی این روح الله زم رو بیارید بیرون، من میخوام یک کشیده بهش بزنم چون اسم منه مثلا. بعدم کسی که این کارا رو کرده، حالا شما اسمشو بگی، کسی که مدرک داره، پرونده داره، همه چی، این به اصطلاح به کجاش برمیخوره؟ خیلی وقتا من خندم میگیره، اینا رو میارن تو دادگاه، آوردنش تو دادگاه، گزارش تلویزیونی زنده هم پخش کردن، بعد موقعی که این میخوان نشون بدن رو صورت طرف میگن بلری، یعنی تارش میکنن که نشون داده نشه. آقا مگه میخواد بره شغل پیدا کنه؟ طرف دزدی کرده، تجاوز کرده به یه زنی، به یه بچه‌ای، حالا وردی میخوان اعدامش کنی، حالا صورت چی میپوشونی که نکنه یه جایی میخواد بره استخدام بشه استخدام نشه؟ بله خیلی ممنون، آقای انصاری هم اینجا هستن، خداوند یار و نگهبان برادر عزیز من باشن. خیلی ممنون. دوستان عزیز، آقای انصاری هم چند تا مصاحبه جدید انجام دادن با آقای دادرس، حتما ببینید صفحه خود آقای انصاری توی صفحه فیسبوکشون به همین اسم، احمد علی مسعود انصاری. من به خودشون هم نوشتم حقیقتش آقای دادرس داره یه مقداری از شما و نزدیک بودنتون به خانواده شاه استفاده میکنه که یه جایی هم بگه منم یه چیزایی میدونم. مثلا ایشون نمیدونم جزو گارد جاویدان بوده، ولی حالا فلانی و فلانی آدم خوبی هن، برادرهای خوبی هن. بابا بذار این آوردی این حرف بزنه، در اصل من لذت میبرم، یه چیزایی هم یاد میگیرم. خب اینم از ماجرای آقای روح الله زم. یه جای دیگه به روح الله زم میگه که روح لازم چند جا تو این مصاحبه میگه من چیزایی رو که امروز میدونم اگه اون روز میدونستم اون کارها رو انجام نمیدم. تو آمریکا وقتی یه کسی رو میگیرن میگه من متاسفم عذر میخوام، میگن این معمولا متاسفه و عذر میخواد چون گرفتار شده، اگه نشده بود امروز هم همون کار رو انجام میداد، اگه تجاوز کرده میکنه، اگه دزدی کرده میکنه، اگه تند رفته میره و الی آخر. اینم هم همینه. این روح لازم، من یه بار تلفنی با ایشون صحبت کردم و برنامه‌هاشو می‌دیدم که چه جوری هندونه رفته بود زیر بغلش و باد رفته بود تو فلانش و طرف زنش طلاق داده اومده رفته مالزی، اونجا زن گرفته و بعد اومده اینجا و حالا اون زنه رو بدبخت با این همه مشکلات و اینها خدا می‌دونه دست کی ول کرده. این یه چیز دیگه هم گفت، طرف بهش میگه آقا شما با این خبرای دروغی که دادی به مردم، مردم رو ریختی تو خیابون، اینا گرفتن آتیش زدن کشته شدن، اینا کی مسئوله؟ روح لازم احمق چون میخواد جون خودش رو نجات بده میگه که من نمیدونم، ولی این سوال خیلی خوبیه، در صورتی که اگر احمق نبود باید بگه شما که خودتون دارید میگید من رو انداختید دست وزارت اطلاعات و این خبرها رو وزارت اطلاعات تزریق کرده به من، شماها هم یه پایه شریکین، حتی شما 70% گناهکارین و من 30% گناهکارم، درسته؟ و آخرش هم یه چیز دیگه گفت که باید اونو مینوشتم، شاید هم نوشتمش که بله بله آها این ببین دوباره اینو با قرمز نوشتم اینا. آها وقتی اینو نوشتم فیلمو دیدم به دوستمون زنگ زدم
گفتم من این چیزا رو بود اینا، بعد دیدم یه ایمیلی فرستاد تشکر کرد، 50 دلار دیگه هم داده بود بابت اینکه من دوباره اینو نگاه کردم. ما 150 دلار از خودکار قرمز بعد از 40 سال، بله تقریبا 40 38 سال درست میشه، از این خودکار قرمز در آورد. و اما مصاحبه روح الله زم، آها میگه که همین داره اعدام میشه، میگه من میترسم از من شکایت کنه. طرف میپرسه چه کسی مسئوله؟ میگه پرسش خوبی است، نمیدارم. خره بگو شماها مسئولی، بابام مسئوله که من بچه آخوند بودم فوری منو دادید فیلم درست کنم و فلان بسار اینا. طرف میگه طرف بهش میگه که بیا نگاه کن این عکس وبسایتت آمد نیوز، تا گرفتنت آرم سپاه رو گذاشتن فوری تمام طرفدارانت ریختن پایین. حالا ببین، اولا خبرنگار خودش احمقه، سپاه قبل از این که بیاد آرم خودشو بذاره و بگه ما این وبسایتو گرفتیم، حتما یه لیستی از تمام این افرادی که اونجا بودن با این در تماس بودن ورداشته، اوکی؟ بعد میاد می‌نویسه. بعدم اون بدبختایی که از ترسشون ور می‌دارن، تازه حالا باز چی میگه روح لازم بچه پر رو میگه، یعنی این که محور اصلی من بودم دیگه، تا من رفتم همه رفتم. نه اولا، تو دزدی بودی که گرفتنت، طرف میخواد هیچ رابطه‌ای با توی دزد نداشته باشه، هیچ رابطه‌ای با توی قاتل، هیچ رابطه‌ای با توی مجرم نداشته باشه، نه که خیلی محبوب بودی، تیر وسط چادر بودی، اونام دورت بودن. در صورت اینم ماجرای آمد نیوز و روح الله زم، اگه شما این فیلم رو دیدید و نکات دیگه‌ای به نظرتون میرسه، زنگ بزنید به این شماره، الان هستش، رفتش، تا میگیم هستش میرفتش، 202-695-2573 پیام بذارید، یا مثل آقای اکبری از فیسبوک استفاده کنید پیام بذارید. متوجه شدم فیسبوک پیام‌های شخصی رو یه دقیقه‌ای قطع می‌کنه، ولی مثلا شما موزیکای خوبی که می‌فرستید برای من 3 دقیقه 4 دقیقه هم هست قطع نمیشه. اینا رو هم باید یاد بگیریم. آقای اکبری همچنین پیشنهاد می‌کنن این فیسبوک رو خیلی جدی نگی. نه عزیزم، راجع به جدی و شوخی نیست، الان شده یه ابزار کار ما، و وقتی شما بیای فکر کنی اره دستت، حالا رفتی جنگل میخوای شاخه ای رو نباشتش، اون وقت کارت فلج میشه. پس باید جدی بگیریم. گفتم 2-3 دقیقه قبل از 4، الان 3:57 دقیقه هست. اجازه بدین من همینجا از شما خداحافظی کنم، بهترین ها رو براتون آرزو کنم و دیدارمون باشه تا برنامه‌های آینده. اگر یه وقتی چیزی بشه، کسی برنامه‌ای بخواد یا بخره بخواد داشته باشه، اعلام می‌کنیم از قبل چند ساعت و با شما خواهیم بود. خیلی ممنون که با ما بودید. لطف کنید این برنامه رو با دوستان خودتون هم شیر کنید. این چی فرستاده؟ CBS نیوز ترامپ دیفنس ویدیو. و این انقدر خره که دیگه درباره‌اش صحبت کردن وقت تلف کردنه. ولی به دوستان طرفدار پادشاهی بگید چی شد؟ 4 سال تموم شد و این هیچ غلطی نکرد. 95 روز مونده به انتخابات. روز و روزگار بر شما عزیزان خوش. مرسی که با تلویزیون مردم بودید.